بینندگان عزیز با سلام به شما، امیدوارم تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که امروز دوشنبه 16 اکتبر 2017 با هم هستیم اوقاتی بهتر داشته باشید. قرار است که با یک مهمانی از کالیفرنیا صحبت و گفتگویی داشته باشیم. متاسفانه اسکایپ اشکال داشت و ایشون گفت آقا من اسم شما را اضافه کردم ولی نمیبینم. من از این ور گفتم آقا منم اسم شما را نمیبینم. بالاخره تلفنی با هم صحبت کردیم و به اصطلاح من اسم ایشون رو اضافه کردم. حالا ببینیم اگر آماده باشن یا جواب بدن با هم گفتگوی داشته باشیم. این ماجرای اسکایپ و برنامه زنده و اینها یه چیزی هست که همینجوری که محاسنی داره ارتباطات رو به این خوبی مجانی مخصوصا برقرار میکنه، معایبی هم همراهش میاد که اون اینه که شما نمیتونی روش 100% حساب کنی. ناگفته نماند که روی هیچ چیزی در زندگی شما نمیتونید 100% حساب کنید. و بله، به نظر میاد که ایشون هستند و اگر ویدیوشون رو هم داشته باشیم که چه بهتر. این هم تصویر بده. بسیار عالی، فقط یک کمی دوربین بیارید پایین تر. به به، دوستان عزیز، همون جوری که از اسم فامیل ایشون پیداست، ایشون پر شاهین داره و ما برای رسیدن به ایشون میتونم بگم 2-3 سالی هست آقا من دنبال این هستم که با شما قراری بذارم و متاسفانه هر دفعه به یه دلیلی نشد. دوستان عزیز، امروز با آقای ناصر شاهین پر هستیم از کالیفرنیا و ایشون خیلی از دوستان میشناسن ایشون رو و احتیاج به معرفی نداره، ولی خب باز هم بد نیست که معرفی کنیم و از ایشون بخوایم که خودشون چند دقیقه‌ای به من و شما بگن که آقای ناصر شاهین پر کی هست و چرا امروز در رادیو تلویزیون ها از ایشون دعوت میکنن و ایشون به اصطلاح نظرش چیه. بعد من سوالاتی دارم. برای من خیلی جالب بود وقتی که به ایشون گفتم که در تلویزیون مردم ما نه خط قرمزی داریم نه خط رنگهای دیگه و هر چیزی که شما دلت میخواد بگی میتونی بگی، ایشونم آزادانه گفت که شما هم آزادید هر سوالی از من میخوای بپرسی. از این بابت از ایشون ممنونم. آقای ناصر شاهین پر، میکروفون در اختیار شماست. بفرمایید که آقای ناصر شاهین پر کی هست و من بگم که چرا 2 هفته پیش یه نفر از من خواست که با شما مصاحبه کنم ولی امروز وقتی از شما پرسیدم شما گفتید همچین خبری صحت نداره. بفرمایید، با شما هستیم. سلام عرض میکنم به شما و به بینندگان عزیزتون. خیلی متشکرم که از من دعوت کردید که در خدمتتون باشم. به هر حال من در معرفی خودم حرف زیادی ندارم بزنم. ناصر شاهین‌پر هستم، در تهران بزرگ شدم، در تهران درس خواندم، در دانشگاه تهران علوم اجتماعی خواندم، به نویسندگی علاقه‌مند بودم، چندین کتاب در زمینه‌های رمان و قصه و نقد داستان و اینجور چیزها نوشتم و حالا هم سالیان سالی که در غربت هستم و تلاش میکنم که خودم رو با مبحث دموکراسی آشنا کنم و هرچی که یاد میگیرم به هموطنانم هم عرض کنم، چون معتقد هستم که ما مردم به دوستی به مفاهیم اصلی دموکراسی، دموکرات بودن، به مفاهیم اصلی استبداد، دیکتاتوری درست پی نبرد. و زمانی هم ایران صاحب یک دموکراسی میشه که صاحب مردمانی دموکرات باشه. شما نمیتونید که 80 میلیون جمعیت غیر دموکرات داشته باشید و هم فریاد بزنید ما دموکراسی میخواییم، ما آزادی میخواییم، ما استقلال میخواییم، ما چه میخواییم، ما چه میخواییم. این غیر ممکنه. من تا اونجا که مطالعه کردم، تا اونجایی که این مطالعاتی هم که من کردم به دلیل
میزان وطن پرستیم بوده، به دلیل این بوده که میهنم رو دوست داشتم، مردم میهنم رو دوست دارم و دلم نمیخواد که ما از انقلاب مشروطه به این طرف همینطور تو سری خوردیم، همینطوری عقب رفتیم، همینطور شکست خوردیم و همینطور هم باز شعار بدیم و در حد شعارهای زنده باد مرده باد متوقف بشیم و نخواهیم که پی ببریم به مبانی فکری و مفاهیم لایه دوم و سوم یک مبحث‌هایی، یک کانسپت‌هایی و از روی اونا با آسانی رد بشیم. خب این سبب میشه که خیلی آسان، خیلی راحت اشتباه کنیم، دست جمعی خودمون رو از یه چاهی دراریم به چاله دیگری بندازیم و تو مرتبه از اون چاله خودمون رو در بیاریم به چاه دیگری بندازیم. این کاریست که در 150 سال گذشته ما مردم به خودمون کرده ایم. دموکراسی چیزی نیست که کسی بذاره تو سینی بیاره به ما تعارف بکنه. هیچ وقت در هیچ جای دنیا دموکراسی از بالا شروع نشده. مردم پی بردن به منافع دموکراسی، دموکراسی رو شناختن، راجبش کتاب نوشتن، مردم دیگر اون کتاب ها رو صف بستن، خریدن، خواندن با اشتیاق و معلوماتی به دست آوردن و خواستن که دموکرات زندگی کنن و این کار رو کردن، عملا دموکرات زندگی کردن و جامعه رو به یک جامعه دموکرات تبدیل کردن. و اگر نه این که من بیام بگم یه یارگانگولی که اومده با زور تفنگ و شمشیر و نمیدونم لات و لوت و اینا حکومت گرفته، حالا ما هی شعار بدم از توی پشت اتاق عقبی خونمون که این چرا به ما دموکراسی نمیده، قرار نیست این به من دموکراسی بده، قرار نیست اصلا کسی به من و شما دموکراسی بده. دموکراسی چیزیست که مثل این میمینه، در این که ما طالبیم که دستگاه هایی، دولت هایی، آدم هایی برای ما دموکرات بشن و به ما دموکراسی بدن، مثل این میمونه که ما تقاضا کنیم که یک کسی به ما تب بده. نمیشه، تو خودت باید یه میکروبی بری تو خونه تو تب کن. به همین سادگی. یعنی که این چیزی نیست که آدم کسی از کسی بخواد، این باید خودش دموکرات بشه. حالا من نمیگم جامعه متفرق پراکنده ایران 80 میلیون جمعیت که حدود 30 درصدش عشیره نشین و روستانشینه یا 30 درصد بقیهش هم ساکنین شهرهای کوچه که کم اهمیت هستن، همه اینا متفقن به دلیل این که هر کشوری رو یک جامعه ایلیت که هسته مرکزی اون کشور رو تشکیل میده داره اداره میکنه. شما فکر نکنید بزرگترین دموکراسی دنیا در هند به دست این 1.3 میلیارد داره اداره میشه، نه، به دست یک گروه حداقل 250 میلیونی در دل اون 1.3 میلیارد داره اداره میشه که اینا فرهیختگان جامعه هستن، اینها مفاهیم رو فهمیدند و به درستی دارن عمل میکنند و اون توده مردم هم به تدریج و با کندی وارد این حیطه این 250 میلیون میشن تا قرنها و قرنها طول بکشه که این 250 میلیون بشه مثلا 500 یا 700 میلیون. در آمریکا هم همینطوره، در فرانسه هم همینطوره. ما در فرانسه هم آدمایی داریم که ضد دموکراسی هستند، ضد بشری حتی فکر میکنند، ضد انسانی فکر میکنند. ولی خب این کشور دموکراتیکیه. چرا؟ برای اینکه ایلیت جامعه، این جامعه 560 میلیونی 70-80 میلیونی فرانسه، حداقل 30 میلیونش میدونن که چی میخوان و اونها هن که دارن این مملکت هم اداره میکنن و باش دارن میدن جلو. من توقع ندارم همه 80 میلیون بفهمند، ولی خانوما آقایونی که ادعای سیاست برداری میکنن، مطلب می نویسند، کامنت می نویسند، ابراز نظر می کنند،
من اونها رو دعوت میکنم که حالا که شما پا به میدان فعالیت گذاشتید، حالا که دلتون میخواد برای مملکتتون کاری بکنید، حالا که میخواید تشخصی داشته باشید در این زمینه، یک کمی مطالعه کنید، یک کمی متوجه بشید، مفاهیم رو از هم دیگه تفکیک کنید. من هنوز که هنوزه گرفتار این هستم که در برنامه‌های خودم، در سخنان خودم نمیتونم، جرأت ندارم بگم که آقا رضا شاه و محمد رضا شاه ضمن اینکه پادشاهان خوبی بودند اما دیکتاتور بودند. عده‌ای از هموطنان من فکر میکنن دیکتاتور فوشه و بعد به من پرخاش میکنن که تو چرا اینقدر بی‌انصافی، چرا یک جو انصاف نداری؟ این برای ما راه آهن ساخته، این برای ما دانشگاه ساخته، این دیکتاتوره؟ خب ببینید، بعد چرا این دوستان من اینطور حرف میزنند؟ به دلیل اینکه هنوز پی به معنی دیکتاتور نبردند. من که تاریخ مملکتمو میدونم، اذعان دارم، قبول دارم، هیچ جوری نمیتونم خلاف این فکر کنم که وجود آدمی مثل رضا شاه در سال 1300 برای این مملکت لازم بود. هیچ جوری نمیتونم فکر کنم که ای کاش زودتر میرفت. هیچ جوری نمیتونم به خودم بگم که اگر بیشتر میموند بد بود. نه، من رضا شاه رو یادم صالحی میدونم، یادم سازندهی میدونم، یادم با قدرتی میدونم که این مملکت رو وارد دنیای تجدد کرده، قدم اول رو برداشته، ولی با چه روشی؟ با روش دیکتاتوری این کار کرده، یک تنه خودش این کار کرده. قوانین موضوعه که مردم انقلاب کردن، انقلاب مشروطه درست کردن، با اونا بی‌اعتنایی کرده. نه تنها بی‌اعتنایی کرده، گذاشته زیر چکمه اینطوری لف کرده. اما هنوز که هنوزه وقتی من ارزیابیش میکنم میگم آقا این آدم درستی بوده برای مملکت. برای که نسبی ارزیابی میکنم. بله قربان، همه زندگی بله. نسبی. بله آقای بله. شاهین‌پر، دوستان از فرانسه شروع کردن به اعتراض کردن به شما، نوشتن که آقای شاهین‌پر دموکراسی معنیش اینی که اگه اونها اسلام میخوان خب بذار اسلام داشته باشن. بعد ضمناً نوشتن که شما هستید که از دموکراسی چیزی نمیدانید. این رو دوست جوانمون آقای رایان نوشته. اجازه بدید درباره این صحبتایی که شما کردید من چند تا نکته اینجا نوشتم. یکی، شما برای مثال نوشتید تب رو نمیشه به خودمون بدیم. این روزا البته میشه، میریم واکسن. نه کسی دیگه بخواییم، نه که خودمون رو بله بله. بعد اون چیزی رو... آقای سوربی یه خورده تب بده به من. آها، اون چیزی ببینید. که شما گفتید خیلی خوبه. من مثال بعدی زده باشم. بفرمایید. ولی به هر حال دموکراسی چیزی نیست که کسی از کسی بخواد. همینو خودش دموکرات باشه. همینو میخوام بگم. این مثالی که شما میزنید، ای کاش دوستان به این نکته یا به این جمله شما توجه کنن. چون ما میبینیم که مثلا آمریکا یا کشورهای دیگه، نه که در سینی که شما مثال زدید، حتی به صورت تفنگ و فشنگ میخوان دموکراسی وارد کشورهایی بکنن که باز شما چرا قشنگ گفتید. آقا 80 میلیون اونجا یا یاغیه یا دیکتاتوره. جالب اینجاست که همشون هم فریاد ای واویلا و ای دموکراسی میزنن و این امکان پذیر نداره. باز شما مثال هند رو زدید خیلی قشنگ، گفتید بله جمعیت بیش از 1 میلیاردیش همه دموکرات نیستن، ولی اون 250 میلیونی، اون 200 میلیونی که تصمیم‌ها رو میگیرن و اینها، کشور هند رو با این مشکلات بزرگ، با این جمعیت زیاد، میشه یکی از بهترین کشورهای دموکرات دونست. درباره صحبت این دوستمون نظر شما چیه که اگر اسلامو میخوان خب لدید بی بذارید اسلامو داشته باشن؟ بله بله، من اگر که مردم ایران بلندشن بگن آقا ما اسلام، اولا به شما بگم که هیچ ابلهی با هیچ دینی نمیتونه کمپلت مبارزه کنه. در تاریخ بشریت هم همچین کسی پیدا نشده. اشخاصی که میخوان با دین یک جامعه مبارزه کنن، به اعتقاد من لازم دارن که برن قدری مطالعه کنن،
قدری سواد آموزی کنند، بدانند که جوامع بشری آلوده به کار دین، من بیدینم اما این رو میدونم که جوامع بشری آلوده به دین هستند. دین قدیمی ترین نهاد جوامع بشری است. هیچ جامعه ای نیست، هیچ جامعه ای امروز در دنیا نیست که اگر به چند هزار سال قبلش برگردید اولین نهاد اون جامعه مثلا خانواده باشه. نیست. قدیمتر از نهاد خانواده نهاد دینه. دین قدیمی‌ترین نهاده و شما نمیتونید با اعتقادات دینی یک جامعه کمپلت مبارزه کنید. کاری که میتونید بکنید روشنگر باشید. کاری که میتونید بکنید این است که این مردم مؤمن رو به راه راست دین خودشون هدایت کنید، یعنی خرافات زدایی کنید ازش، موهوم زدایی کنید از دینش. خب این امکان داره؟ تنها چیزی که امکان داره فقط اینه. خود دین مجموعه ای از خرافات. این است که شما به جوامع بشری به جامعه ایرانی بگی آقا قربونت برم تو میتونی مسلمان باشی، تو میتونی به عدل، نمیدونم به یکتا بودن خدا، به نبوت، به همه اینا اعتقاد داشته باشی، بری نمازت رو بخونی، بری روزت رو بگیری، اما این مزخرفات چیه میگی؟ چرا باور میکنی که پیغمبر علی شما رو منبر با سوسمار حرف زده مثلا؟ آقای شاهد همینجا اجازه بدید من یه چیزی رو خدمتتون بگم، چون یکی از دوستان همین ماجرای با سوسمار صحبت کردن رو جوک شده، گفتم که یکی از معجزات فلان پیغمبر یا امام این بوده که با سوسمار صحبت کرده، میگفت نه اون سوسماره خیلی خوب به معجزه داشته که با این تونسته به اصطلاح صحبت کنه. یعنی این اعتبار رو باید به سوسمار بده. سوسماره معجزه کرده که بلد به عربی حرف بزنه. بله بله. اجازه بدید من به دوستان بگم که چرا من توی این یکی دو هفته گذشته تلاش کردم که با شما به اصطلاح این مصاحبه رو داشته باشم. دلیلش یه نام، یه عکسیه که روش نوشتن که دادگاه آقای شاهین پر رو به حکم اعدام، به حکم سنگسار. بعد میدونیم که این روزا با کمک فتوشاپ و اینها هر کسی هر چیزی میخواد مینویسه، هر جا میخواد پخش میکنه. یه دوستی اون عکس رو برای من فرستاده بود که عکس شما بود، زیرش هم نوشته بود که دادگاه انقلاب آقای ناصر شاهین پر را به اصطلاح به سنگسار محکوم کرد. من گفتم تا اونجایی که من میدونم سنگسار مال کسی است که زنا کرده باشه. بله. و این چیزش حالا من میپرسم ازش، شما اصلا از امروز وقتی بهتون گفتم گفتید اصلا همچین چیزی خبر ندارید، درسته؟ نه من همچین خبری ندارم. بله. شما روی فیسبوک دو تا صفحه دارید، یه صفحهش عکس نداره، یه صفحهش عکس داره. چرا اینجوریه؟ چرا مجبور شدین یه صفحه؟ برای که من از این کارا بلد نیستم آقای سر. آه من فکر کردم مثلا تعداد زیادتر شده، گفتم نه من نمیدونم چجوری میشه اصلا. من اصلا دیگه این فیسبوک نمیتونم کنترل کنم، نمیتونم اداره کنم، وقتم رو داره میگیره، پر شده از پیغام های اشخاص، عکس ها و خبرهایی که عقاید مختلف، اشخاص مختلف ریختن توش. حالا اصلا بلد نیستم اینا رو حذف کنم. یواش یواش باید صرف نظر کنم از این کار، مثل اینکه یعنی که از اوتاش بر نمیام. به البته این منو یاد فریدون مشیری و شعر کوچه میذازه، گفت اگر میخوای از عشق به فراموشت بشه سفر کن و صرف نظر کن. گفت من کجا میتونم سفر کنم، کجا میتونم صرف نظر کنم؟ این روزا کم کم ایمیل داره از بین میره، جاش رو فیسبوک گرفته. ولی در رابطه با مزاحمت هایی که یا معایبی هم که همراهش میاد، یه دوستی من گفت آقا چرا روی تلگرام نیستی؟ گفتم هستم استفاده نمی کنم. گفت خب نصف عمرت تلف شد. گفتم میدونم اگه استفاده کنم اون وقت همه عمرم تلف میشه. بله بله همین شده. واقعا وقتی اینقدر دوستان و دشمنان و مخالفین همشون با هم میان و آدم اگه بخواد جوابگوی همه باشه اصلا از عهده‌اش بر نمیاد. آقای شاهین پر، شما چون نویسنده بودید، محقق هستید و اینها، در رژیم قبل یا این رژیم آخوندی و ملای اکنون هیچ وقت درگیری داشتید با رژیم ها، زندانی، دستگیری، اینها؟ اگر بوده یا نبوده به ما لطف کنید بگید. عرض کنم به حضورتون که حالا که این شد بذارید من وسیله میشه برای شوخی و خنده.
من موقعی دانشجوی دانشگاه بودم، خب جوان بودیم 21 ساله 20 ساله در اون سنین دیگه، دانشجوها که میرفتن زندان، خب ما دانشجوها میومدیم تو حیات دانشگاه و مشتامونو گره میکردیم که دانشجوی زندانی آزاد باید گردن، از این حرفا. من تو اون جمعیت دانشجوها که تو تظاهرات بودیم میگفتیم آقا این چه شعاری ما میگیم، برای اینکه اونا میان این زندانی ها رو آزاد میکنن، خب ما برمیگردیم سر کلاس و هیچی به هیچی. ما باید یه خواستهای سیاسی داشته باشیم و ضمن اون خواستهای سیاسی بگیم آقا بیاید همه ما رو بگیرید اصلا، و اونی که نمیتونن همه ما رو بگیرن و برن زندان، که در نتیجه اون وقتی که ما موفق میشیم. این بحث رو من با همشاگردیام و با بچه های جبهه ملی و اینا که توی دانشگاه بودیم داشتم، اما ته دل خیلی دلم میخواست منو بگیرن ببرن یه ماه زندان. چرا؟ برای اینکه این دانشجوهایی که از زندان برمیگشتن در توی این صحنه دانشگاه اینقدر مورد احترام واقع میشدن، اینقدر عزت به اینا گذاشته میشد که اصلا من احساس میکردم که این لیسانس رو گرفت. یعنی زندان رفتن بهتر از مهمتر از معروف رفتن به زندان ولش کردن، این لیسانس رو گرفت و ما نگرفت. این بود که آقا ما خیلی دلمون میخواست ما رو بگیرن ببرن زندان، در نتیجه هر جا هیاهویی بود و تظاهراتی بود و این حرفا، اگه ایتون باشه جبهه ملی دوم را افتاد زمان دکتر امینی، بله، و یه مقدار آزادی عمل دادند و که مردم برن تظاهرات کنند و ما رفتیم شروع کردیم به تظاهرات کردن. اما تو اون ماجرا از باتوم خوردن هم خیلی میترسیدیم، چون باتوم خیلی درد داشت آقای سلبی، من قبلا خورده بودم چند دفعه. من رفتم باز اسمال بزاز اون تهای شهر، اونجا این پارک‌های سربازی رو رنگ میکردن، مشکی میشد، دونه 10 تومن 9 تومن میفروختند پارک‌های کهنه سربازی رو. ما رفتیم، من و یکی رفیقم رفتیم یکی در از این پارک‌ها خریدیم تنمون کردیم. حالا اون رفیقم هم سپانلو بود، تنمون کردیم و اومدیم تو میدون و بارستان و شروع کردیم مثلا جنیت شعار دادن و یک مرتبه چند تا پاسبان دیدن سر ما، پاسبان رو شروع کردن زدن. سپانلو دولا شد گفت سرکار جون بزن، فوش نده، بزن بزن، برای اینکه دیگه پالتوی دوبله تنش بود کمتر دردش بیان. تو این ایس و بیس یه جیپ کلانتری وایساد، دو سه نفر اومدن از پشت کتف منو گرفتن مثل یه گنجیش برم داشتن این دخترم توی جیپ، و دو سه نفر دیگه هم تو جیب بودن و ما رو بردن تو اون کلانتری نو تو بارستان. توی کلانتری ما دیدیم یکی دماغش خون افتاده، یکیش بالای ابرو شکسته، یکی سرش شکسته، از یکی خون داره میاد، خونه دیگه دارن بهش دستمال میدن، از این بساطو. ما هم با این دوتا پارتو خیلی آقا گربامون شده بود، وسط یه جمعیت پارتو دومیه رو در آوردیم و ویل کردیم رو زمین. حالا دوتا دوتا یکی یکی میبرن تو اتاق افسر نگهبان، یا یارو رو ولش میکنن میره یا نگرش میدارن میبرنش اون پایین زیر پله های زندانه. غروب شد، گفتن که بقیه برن تو زیر زمین تا فردا جان سروان اینا رو ببینن، جان سرهنگ اینا رو ببینن. ما رو کردن تو اون زیر زمینه، ما یه شب اونجا زندانی بودیم. یک رفیقی من داشتم غیر از سپانلو، سپانلو فرار کرد رفت بعد از کتک، یعنی دستگیر نشد. اون رفیقم محمود با من بود و این رو من همیشه با خودم تشویق میکردم که بیا تو سیاست دخالت کن، بیا تظاهرات کن، از این حرفا. اینم نمیخواست، من اینو به زور میآوردم. این شروع کردن ملامت کردن که پسر تو ما رو به نابودی کشوندی، ما رو به زندون کشوندی، آخه این گو خوردن ها و غلط ها رو تو چی میاد، از این حرفا. ما تا صبح همینطور با این کلنجه ها رفتیم. آقا محمود عیبی نداره برادر، نمی کشنمون که، چند روز نگرمون میدارن ولیمون میکنن، کاری نمیکنن که. صبح شد به ما نون و چایی هم دادن خوردیم و ما رو همه رو بردن توی سالن بزرگ. یک سرگرد سیبیلوی شکم گنده‌ای که این شکمش افتاده بود روی این کمربند پهن نظامیش، این انگشتای شستش رو کرد زیر این کمربندش، اومد یه نگاه نگاهی کرد به این جمعیت، به یه مرد گفت
مرد حسابی تو دیروز چه غلطی میکردی؟ گویی چه ما داشتیم میرفتیم نون بخریم، یه خود میجهد ما رو گرفتن آوردن هنوز زن بچه همون منتظر نون خریدن ما هن ما رو آوردن ایش نگرد شد گو برو برو نون تو بخر دیگه هم وقتی شلوغه نه یه نون بخر برو. یکی یکی این مردم رد کرد، یه نگاهی به من کرد گفت تو چیکار کردی پسر؟ گفتم آقا ما تظاهرات کردیم. تا گفتم تظاهر کردیم؟ گفت تو گاه خوردی تظاهرات کرد برو گفت چه بیرون باری بیرون کرد. ما خیلی سرفکنده خیلی بدبخت آمدم بیرون، حالا بیرون در کلانتری منتظرم که این محمودم همینطوری فوشش بده بیارتش بیرون که من و محمود برگردیم خونه. یهو دیدم که یه اتوبوس اونجا وایساده و دسته دسته دارن آدم ها رو با تفنگ میارن سوار اتوبوس میکنن. دیدم ای وای محمودم دارن سوار اتوبوس میکنن ببرن. حالا این بنده خدا کسی بود که اصلا نمیخواسته خونه. من به زور میآوردمش. آقا این محمود یک نگاهی به من کرد، من تا اون لحظه آخر عمرم اون نگاه یادم نمیره. مادم خونه، من تا آمدم خونه بابام یه نگاهی به من کرد گفتش که رفته بودی تظاهرات کرده بودی گرفته بودنت. گفتم شما کجا میدونی؟ حالا من دروغ دقل درست کرده بودم که بگم خونه رفیقم بودم دیشب و این حرفا. گفت سرگرد به من گفت، منم به سرگرد گفتم ولش کن بیاد خونه. معلوم شد که این سرگرده هم منقلی بابامه و من اینو نمیشناختم، اون منو شناخته بود. خیلی بامزه بود. گفتم آقا جون حالا که تو از این سرگرد رفیقته ولی محمود رو بردن. الان تلفن میکنم. تلفن کرده و یه ده دقیقه بعدم دو مرتبه گفت آقا جان برو دم اون آبشه ها وایسا، از شهربانی میاد بیرون، پول نداره سوار تاکسیشه، ما همه اینا رو فهمیدیم، برو ورش دار بیارش خونه. من رفتم دم آبشه ها جلوی شهربانی کل کشور وایسادم، محمود اومد بیرون سوارش کردم و بردمش خونه. این داستان زندان رفتن منه. در گذشته شما در صحبتاتون گفتید که تحقیق میکنید و طبق این تحقیق ها به این نتیجه رسیدید که دموکراسی باید اینجوری باشه، ریشه‌ای باشه و اینها. آیا قبلا هم همین عقیده رو داشتید یا عقیده شما در طی زمان عوض شده؟ شما دوستانی دارین که همسن شما هستن و اینها یه چیزی رو که 50 سال پیش 40 سال پیش یه کتابی رو که خوندن، حالا یا به خاطر اون غرور بیجا که حرف مرد یکیه یا اینکه فکر کردن اون موقع درست بوده هنوز هم باید درست باشه، ولکن معامله نیستن. شما تغییراتی تو زندگیتون پیدا شده؟ میخواین اونا 100% آقای سربی 100% انسان باید متکامل باشه، انسان باید تکامل پیدا کنه، انسان باید دست از مطالعه بر نداره، انسان باید پیوسته مطالعه کنه. اون چرا که من 15 سال پیش میگفتم امروز ازش شرمنده هستم، اون چرا که 30 سال پیش میگفتم بیشتر شرمنده هستم، آنچه که امروز میگم مدعی نیستم که 100% درسته. اما یک چیز رو میدونم که دانایی بهتر از نادانیه. برای دانا شدن هم باید آدم مطالعه کنه، نظریات بزرگون رو بخونه، اونهایی که رسیدن به دموکراسی، اونهایی که رسیدن به جای درست و ما حالا آرزوی اونها رو میکنیم. آقای سربی در حین انقلاب مشروطه، میگم مشروطه، انقلاب کبیر فرانسه، یک کتاب نوشته شده بود وسیله نویسنده‌ای به اسم در کار ذهن. این کتاب ظرف 8 هفته 12 بار چاپ شده بود و هر چاپی هم بلافاصله نایاب شده بود. کار به جایی رسیده بود که مردم صبحای زود جلوی کتاب فروشی ها صف می‌بستند که این کتاب رو بخرن بخونن. به نصف صف کتاب میرسید، به نصف صف نمیرسید. نیمه دوم صف مراجعه میکردن به اونهایی که کتاب خریدن، میگفتن اگر روز این رو میخونی شبا بده ما بخونیم بهت پس بدیم، اگر شب میخونی روزا بده ما بخونیم بیاریم بهت پس بدیم. ببینید این کتاب چاپش
ظرفیت چاپش از ظرفیت چاپخونه‌های پاریس بالاتر رفته بود. چرا؟ برای اینکه خواننده داشت. امروز در ایران کتاب 1000 جلد 2000 جلد چاپ میشه، 10 سال 11 سال پشت ویترین ها خاک میخوره. من نمیتونم باور کنم مردمی که در 3 قرن پیش اینطور کتاب میخوندند، اینطور جویا بودند، اینطور اهل مطالعه بودند، کمتر حق دارند. و هموطنان من امروز که در جامعه 80 میلیونیشون 2000 نسخه کتاب خاک میخوره و به دست کسی نمیرسه و عادت نداریم که در سال 1 ساعت کتاب بخونیم، ما مردم یک چیزهایی رو، یه اطلاعاتی رو از طریق گوش میگیریم، این رو تبدیل میکنیم به ایمان خودمون، به تمامی باور خودمون، و این یه میخ فولادی میریم توی یه بتون فرو. حالا بعد میبینیم یه خود غلط بوده، میخوایم خودمون از این بتون بکشیم بیرون، دیگه نمیتونیم بیایم بیرون. نباید اینطور باشیم، باید بعضی چیزها رو مطالعه کنیم، بررسی کنیم بعضی مفاهیم رو. آقا تمام آدمایی که به من فوش میدن ازشون دعوت میکنم که بیان در تلویزیون شما بنویسن، بفرستن به تلویزیون شما با اسم خودشون که آزادی یعنی چی، دموکراسی یعنی چی، بنویسن فرق دموکراسی و دیکتاتوری چیه اگر تونستن. ما هنوز به معنی اولیه ترین کلمات سیاسی نرسیدیم، ولی از بیخوبون سیاسی شدیم، میخواییم براندازیم. شعارهامونم از زنده باد و مرده باد هرگز تجاوز نکرده. اون چیزی میاد تو صفحه فیسبوک من دارم میبینم، جز زنده باد و مرده باد بالاتر از اون دیگه نرفتیم. تا کی؟ آقای شایفر ممنونم از شما، من صفحه فیسبوکتون رو نشون دادم و این چیزی رو که شما گفتید. من هم از بینندگان خواهش میکنم اگر سوالی در مورد گفته های شما دارن یا مخصوصا نظری دارن حتما ارسال کنن. شما این بار بالاخره اولین باری بود که مهمان ما بودید، امیدوارم آخرین بار نباشه و بتونم بیشتر از وجودتون استفاده کنم. چون در طی صحبتاتون به انقلاب مشروطه اشاره کردیم، ما مهمانی رو قبلا اینجا داشتیم احتمالا شما هم میشناسین، آقای دکتر نصر احمدی. ایشون میگه اگر امروز من بخوام بین قانون مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی یکی رو انتخاب کنم، قانون اساسی جمهوری اسلامی رو انتخاب میکنم. شما در این مورد نظری دارید؟ بله 100% نظر دارم. من قانون جمهوری اسلامی رو انتخاب نمیکنم آقا. میدونید چرا؟ برای اینکه میگه که دین مردم ایران شیعه اسما اشعری است و بقیه افراد ایرانی که شیعه اسما اشعری نیستن جانشون نصف اونه دیگه قیمت داره. توف به این قانون. نه آقا من همچین قانونی نمیپذیرم. بله یعنی اون آقای احمدی هم که این حرف زدن من با ایشون مخالفم آقا. بله کنم دیگه. در مقایسه این دوتا قانون هنوزم شما قانون مشروطه ای که بعضیا حتی میگن این مشروطه نیست مشروعه هست، باز به نسبت میگید بهتر از اینه. ببینید آقای سربی، قانون اساسی مشروطه ایران در زمان خودش ناچار شد که مقداری هم مشروعه بشه. این ما مردم بودیم که متحول نشدیم که بیاییم با مکمل قانون اساسی، با متمم قانون اساسی اون مواد مشروعش رو برداریم. این ما بودیم که بد و بدتر کردیم تا به امروز. خب آقای شاهین‌پر، آخرین سوال من برای امروز اینه، چون شما تو کالیفرنیا هستید و میدونیم که اون طرف دوستان خیلی طرفدار پادشاهی هستن و همونجوری که شما گفتید احتمالاً با شما هم مخالفت هایی میشه، با این دوستان چه باید کرد؟ میدونم شما گفتید باید مطالعه کنیم، ولی متاسفانه اهل مطالعه نیستن و فقط هم یا مرده باد یا زنده باد میگن. یعنی امیدی هست یا آخر این تونل هیچ نوری پیدا نیست؟
اگر اینطور که شما میگید که دوستانمون اهل مطالعه نیستن و میخوان که دوجم خودشون بیستن و حرف خودشون رو تکرار بکنن، بدیهیست که نیست، مسلمه که نیست. ما باید مفاهیم رو بدانیم، ما باید معانی این کلماتی که مصرف میکنیم بدانیم، اگر نه خب میتونیم رو هوا حرفای بزنیم. و بعد اینکه چون نمیدانیم، چون نمیدانیم باید دنبال چه چیزی باشیم، یک چیزهایی رو دستاویز میکنیم و ازش طرفداری میکنیم. مثلا اینکه این آقای ترامپ، حالا مثال میزنم، گفته اگه من رئیس جمهورم جمهوری اسلامی رو براندازی میکنم. یه عده‌ای به عشق اینکه جمهوری اسلامی براندازی بشه بره، سخت طرفدار ترامپ شدن. دمشون گرم، هیچ اشکالی نداره، من مخالفم با این آقایون، من مخالفم که یه عنصر خارجی در کار مملکت من دخالت بکنه، با تیر و تفنگ و موشکش بخواد منو به سوریه و عراق و افغانستان تبدیل بکنه. من این کارو دوست ندارم. شما دوست دارید بفرمایید، این یک. اما همین ارباب جدید که در بست هرچی هم میگه ازش حمایت میکنن، اومده سخنرانی کرده، تو سخنرانیش گفته خلیج عربی. بله. خب همین دوستان طرفدار آقای ترامپ ازش دفاع کردن، مقاله نوشتن که آقا ول کن اسم خلیج رو، مواظب باش که اگر سپاه پاسداران باشه کل ایران نخواهد بود. منظور شما اینه که نه به آقای ترامپ نامه نوشتن، به من و شما میگن که خیلی گیر ندین، بذارین این منظور ندید. از ارباب ما یه حرفی زده، ولی ارباب ما الان داره سپاه پاسداران رو تحریم میکنه. بله. خب مگر تمام تحریم های آمریکا چقدر کار کرده برای جمهوری اسلامی؟ مگر نه اینکه تحریم های شما سبب شده که کسانی که در جهان مخالف شما بودن اومدن سیل آسا به اونا کمک کردن، این موشک ها و نمیدونم این توربین ها، این چیزها رو درست کردن؟ اونا که نمیمونن که با تحریم تو به قیمت این که نام مملکت تو از دست بدی برو بدی. یعنی اون میخی که رفته تو بتون فرو اینجاست. ایرانی باید یه روزی نقد پذیر باشه، باید خودش نقاد باشه، باید امور رو نقد کنه، خوب و بدش رو از هم تفکیک کنه. مثل من که میگم رضا شاه کارهای نیک کرد و کارهای نانیک هم داشت. محمد رضا شاه وطن پرست بود، ایران دوست بود، کسی به اندازه او ایران رو دوست نمی داشت. چرا؟ برای اینکه او سایه گسترده تری تو اون مملکت داشت تا من. بنابراین او از من و شما ایران رو بیشتر دوست می داشت. ایرانی دلش هم میخواست شاه آدمایی باشه که این آدم ها خوب بخورن، خوب بپوشن، خانه خوب داشته باشن. افتخار او بود. من در این ها هیچ تردید ندارم. اما این دوست داشتنش قدری غلط بود. غلطش رو بیاییم ببینیم. بله. خیلی ممنون آقای شاهین‌پر. من از شما میخوام این قول رو بگیرم که باز هم مهمان برنامه های ما باشید، مخصوصا چون بار اول هست. دوستان خواهش میکنم تماس بگیرید، هم با فیسبوک ایشون، ولی چون ایشون میگه خیلی فیسبوک ها رو نمیخونم جواب نمیدم، با ایمیل ما، با شماره تلفن ما تماس بگیرید. بعد من با ایشون به اصطلاح در تماس خواهم بود و دعوت میکنم در برنامه های آینده وقت بیشتری با ایشون داشته باشیم. تا برای من خیلی جالبه صحبت های ایشون، نشون میده کسی که خودش به زبان خودش میگه خب من هم یه روزی اشتباه کردم و امروز به اشتباه هم پی بردم و فردا هم ممکنه بیام بگم امروز صحبتایی که کردم اشتباه بوده. یعنی هر روز اون دایره تکامل و پیشرفت و اینها رو اجرا میکنه. شما اگه صحبتی دارید در آخر این به اصطلاح مسابقه که با هم داریم، لطف کنید بفرمایید تا ازتون خداحافظی کنیم. یک بار دیگه از اینکه دعوت منو قبول کردید تشکر میکنم. لطف دارید آقا، خیلی ممنونم از شما و از تمام عزیزانمون، خداحافظی میکنم. قربان شما. پس به امید دیدار شما انشاءالله. مرسی.
دوستان عزیز با آقای ناصر شاهین‌پر بودیم، فیسبوک ایشون رو نشون دادم، باشون در تماس باشید. من چندین برنامه مصاحبه ایشون رو دیدم و برام جالب بود و گفتم مدتی با هم به اصطلاح صحبتی یا نوشته‌ای نداشتیم تا اینکه اون دوستمون اون عکس و نوشته رو فرستاد و خیلی خوشحالم که باعث شد من تماس بگیرم. خوشحالتر اینکه با دعوت از آقای شاهین‌پر به این نتیجه میرسیم به هر چیزی که نوشته میشه یا فرستاده میشه اطمینان نکنید، با طرف مقابل احیانا اگه میتونید تماس بگیرید، از خودش بپرسید تا به این وسیله اقلا اون تایید کنه یا تکذیب کنه. ممنون از آقای شاهین‌پر، ممنون از شما که با ما بودید. اجازه بدید چون امروز ساعت 3 هم ما میریم با دوستمون از خلیج فارس و برنامه 25مینه یا 24مینه، اجازه بدید ببینم 24مین یا 25مین عقل بشر رو ایشون لود کردن فرستادن براتون پخش میکنم. ولی قبل از اون صحبتای این آخوندی رو که از ایران صحبت میکنه بشنوید. من اتفاقا برای ایشون یه دفعه نوشتم که بیان مهمون من باشن، نمیدونم از این چیزایی بود که یه نفر دیگه چک میکنه یه نفر دیگه جواب میده و همه مثل ما اینجوری نیستن که هم دسترسی بهشون آسون باشه هم اینکه خودشون فوری بیان پاسخ بدن و اینها، یه مقداری دسترسی به اینها مشکله. اگر کسی این دوست که اینجا الان بهتون نشون میدم میشناسه و چون اینجا نوشته که رفته زندان بعد از این صحبتی که کرده، اگه آزاد هستن و اگه امکان صحبت دارن ما خوشحال میشیم که با ایشون هم صحبتی داشته باشیم. اسم این آقا رو براتون میخونم، فقط اگه اجازه بدید من این تصویر رو بتونم بدم به کامپیوتر. بله بالاخره کامپیوتر ما رضایت داد. بله یه عکس هست ولی صحبتای ایشون مهمه. حدود 7 دقیقه صحبت میکنن و درباره حمایت از صنایع داخلی، ببینید چقدر این قشنگ میگه. خب اگه صنایع داخلی رو میخواین حمایت کنید، آقایی که خودت کارخونه خودرو ایران خودرو رو داری، آقایی که خودت وسایل ایرانی میسازی، چرا از اون استفاده نمی کنی؟ بهتره که به صحبتای این آقا گوش بدی. من نمیدونم تا کی ما باید تقاس بدیم به خاطر بی‌عرضگی صنعت خودرو تو کشورمون که اینا آشغال تولید کنن و ما مجبور باشیم این آشغالا رو بخریم. که چی میخوام حمایت کنیم از صنعت؟ از صنعتگر میخوام حمایت کنیم به قیمت جون ما، از جیب ما، از جیب خودت خرج کن، از جون خودت مایه بذار. رؤسای ایران خودرو سایپا کدومشون محصولات خودشون رو سوار میشن بعد میگن حمایت از صنعت خودرو؟ مرد حسابی نخر. آجا خواه میدونی چقدر اونجا کار میکنن؟ تو میدونی چقدر کشته میشن تو جاده هامون؟ میدونی چقدر قطع نخا میشن؟ میدونی چقدر ناقص العضو میشن؟ میدونی چقدر دختر درب داغون شده که مونده تو خونه تو همین تصادفا به خاطر بیکیفیتی خودرومون؟ تصادفه یک کشته میده، چند تا مجروح میده، چند تا قطع نخا میده، چند تا نقص عضو میده. سر چی؟ سر این که ما نمیخوایم مسیر پیغمبر رو بریم. مسلمون به ریش و امامه و عواب و نماز و تسبیح و انگشتر نیست آقا، مسلمونی به رفتاره. وگرنه ما جنس آشغال تولید کنیم اینا؟ ایران خودرو یه قرآن میذاره تو داشبورد، خجالت داره، اون خیانته به اون قرآن که میذاره تو داشبورد ما. تو کارتو قرآنی انجام بده نه عدادت. تو جنستو با کیفیت تولید کن. اونی که داره ماشین قرآنی تولید میکنه بنز آلمانه، بی‌ام‌و آلمانه، فیات ایتالیاست، نه تو. اونی که قیامت من و شما رو به پیغمبر نزدیک میکنه عمل ماست، نه اسم ما. وگه نه صدام هم اسمش حسین بود ولی منطقش یزید بود. این همه آدم کش به اسم نیست که، به عمله. تعارف نکنید با خودت، اهمیت نیست تو جامعه. شاید صد بار این صحنه رو دید، مثلا دست فروشیه، مامورین صد معبر شهرداری میریزن له میکنن بساط طرف رو، مثلا حق شهری ندارن، خلاف این کار. بساط طرف رو له میکنن میبرن، مثلا طرف هم میدو التماس میکنه هیچ کاری باش کاری شما مرز بزنی با شما برخورد. چون اون روز که اینا این کارو کردن هیچ کی نگفت. امروز به جای رسیدن میذاره تو سرت میگه برو بتو رفت حرف بزن. حالا شد قانون بساط یه بدبختی که میخواد دزدی نکنه دیگه، قاچاق نفروش، بساطشو له میکنن، تو هم تذکر میدی میزنه تو سینت برو پی کارت، تو هم پروگری کنی میام میبرم. من میخوام بگم هیچ کدوم از مسئولین مثلا علمای حوزه هیچ کدوم این صحنه رو ندیدن؟ ندیدن مثلا اتفاقاتو؟ نباید تذکر بدن اون وای نمیرن آقایون؟
تو خیابون رد نمیشن، برخوردار نمیبینن. تا حالا ماشینشون جریمه نشده؟ جریمه همراه با توهین نشدن؟ چرا هیچ کی تذکر نمیده؟ چرا انقدر تذکر نداریم؟ یک کم که بخواب تذکر بده میگه جایگاه ما دست میدم. یعنی جایگاه این صندلی میکروفون انقدر مهم میشه که من همه چی روی میکروفون میگم غیر از چیزی که به من واجبه و باید بگم. وقت جامعه رنگ دینی داره، یعنی همه معاد. بله این باید بیشتر از این باشه، 7 دقیقه. حالا چون ضبطش کردیم احیانا این اشکال داره. من سعی میکنم که لینکش رو زیر برنامه فیسبوک و در یوتیوب هم بذارم. متاسفانه دقت نکردم وقتی اینو ضبط کردم برای پخش، مثل که تا دقیقه 3-4 با صدا میره بعد قطع میشه. این دستگاه هایی که ضبط میکنن از فیسبوک یا از یوتیوب و اینها گاهی وقتی هر کاری دلشون میخواد انجام میده، ولی خیلی قشنگ صحبت میکنه. و حالا صحبت و سوال اینه که آیا این آخوندها را هم به اصطلاح گذاشتن که صحبت کنن که مثل سوپاپ باشه برای حکومت؟ چون آقای دانشمندم یه جایی صحبت میکنه و راجع به وزیری که دوستش یا فامیلش رو میذاره سر کار و میدونه که این دوستش فامیلش دزد خلافکاره، ولی با همه اینها اون رو میذاره سر کار. در هر صورت اینها همش هست، باید یک کمی وقت گذاشت. حالا اگه اهل مطالعه هم نیستید، خود منم متاسفانه تنبل هستم، اینهایی رو که به صورت آدیو یا ویدیو هست آسان‌تر. خب آدم میتونه وقتی داره گوش به کار دیگه انجام میده اون رو هم گوش کنه و بشنوه و ببینه که اوضاع و احوال در چه حاله. نظر شما درباره این آخوند که اسمش هست سید حسن آقا میری چی هست؟ اینها سوپاپ های خود رژیم هستن یا واقعا یه سری که دیگه از دست رژیم خسته شدن و آمدن حرف خودشون رو میزنن و مردم هم بالاخره دیر یا زود احتمالا پای صحبت اینها که میشینن بعدم به حرفایی که اینا میزنن یا چه باید کرد عمل میکنن؟ و اما سازمان مجاهدین با نامهای گوناگون در وبسایت در این برانور فعالیت میکنه. امروز دیدم که آقای غلام ترشیزی یه برنامه دیگه رو گذاشته بود که به اصطلاح دعوت میکنن از مردم که بیاین در جلسات مجلس آمریکا شرکت کنید یا در جلسات، ولی متاسفانه هر وقت که ما سوال میکنیم از آقای ترشیزی، ایشون به دلیل اینکه خیلی هم جاهای مختلف میره از کانون گرفته تا جلسات مجلس و اینها، در سخنوری نمره 1. البته من بهش میگم شما کم کم در سفسطه هم داری استاد میشی و اینها جواب درستی نمیدن. من براتون گفتم که یه بار همون اوائلی که این سازمان مجاهدین به اسمای مختلف شورای ملی مقاومت نمیدونم انجمن 40 استان در فلان ایرانیان اینها میان راهپیمایی گذاشتن برای دفاع از حقوق بشر در ایران و به همه هم گفتودن که پرچمی چیزی نیارید، مردم هم احترام گذاشته بودن اومده بودن، چون اون کسی که میاد برای دفاع از حقوق بشر بالاخره اولین چیزی رو که قبول داره اینه که برگزار کننده این راهپیمایی یه سری قوانین رو گذاشته و من با شرایط اونها میرم به این زمین بازی. متاسفانه وقتی مردم جمع شدن قشنگ یادمه درست این خیابون کانستیتوشن اونیو، یعنی خیابون قانون اساسی و نزدیک اون وزارت امور خارجه بود و اینها مردم رو هدایت کردن که توی این خیابون رو پشتش باشن. حالا ببین اون وقتا چقدر میمدن، وقتی گفتن خب حالا راهپیمایی میکنیم، چون میدونی باید به پلیس بگید تا این موقع ما وایسادیم، تا این موقع از این موقع شروع میکنیم به راهپیمایی، این مسیر رو میریم، خود اینها مامورای سکیوریتی باید بذارن یا پلیس اجاره کنن. بله پلیس اجاره کنن بیاد چیز کنه. همچین که قرار شد راه بیفتن، ماشین هایی که عکس مریم رجوی و مسعود رجوی بود از اون ور خیابون پارک کرده بودن آمدن جلو این راهپیمایی.
و اون بیچاره ای که نیم ساعت یک ساعت وایساده بود که حالا برای حقوق بشر میخواد راهپیمایی کنه، اصلا ممکن بود خیلی هاشون تا آخر راهپیمایی نفهمن که خبرنگاری که اون جلو داره فیلم میگیره اینها رو جزء طرفداران و حامیان کی به حساب میاره؟ سازمان مجاهدین. متاسفانه با این کارهایی که کردن افراد رو از خودشون فراری دادن. حالا آقای ترشیزی به این دلیلی که علاقه داره به سازمان مجاهدین حرف ما رو گوش نمیده. سند تاریخی رو وقتی یه چیزی 3 سال پیش انجام شده، من میگم آقا این فیلمش، این خانم مریم سهولتی، این خانم ماندانا سهولتی آمدن، میگن آقا این آگهی کجاش نوشته سازمان مجاهدین، کجاش عکس کجاش عکس مریم رجویه، کجاش عکس آقای رجویه، چرا شما گفتید هیچکس پرچمی چیزی نیاره ولی خودتون پرچم و بیرق و تابلوهای بزرگ و اینها آوردید؟ آقای ترشیزی عزیز، اون روز من عینکم رو برداشتم و به شما و آقای فیلابی گفتم شما وقتی که یکی ازتون میپرسه که رجوی زنده است یا مرده است، اگر شما میدونید مرده است ولی میگید زنده است، اگر زخمی است میگید هستش سالم رفته قایم شده، شماها دروغگو هستید، به شما برخورده. البته شما خیلی گفتم نازنین هستی و اهل سفسطه، میگی به من بر نخورده، شما هم هرچی دلت میخواد بگو، ولی گفتم از خودت سوال کن، اون کاری که من گفتم کردی؟ شما نوشتی این سوال رو، آیا رجوی زنده است یا زخمی است یا مرده؟ جوابشو بنویس، بعد جوابشو اگه نمیخوای برای ما بفرستی، برو تو آینه به خودت نگاه کن ببین جوابی که نوشتی درسته یا دروغه. ببین انقدر به مردم، به دوستات دروغ گفتی که به خودت هم دروغ میگی یا نه؟ ولی تو بهشون گفتم همینجوری که قبلا هم طرفدار سازمان نیاک بوده و بعد میگه که نیاک دنبال پول هست و اینها، گفتم من منتظرم اون روزی که شما از سازمان که دیگه چه عرض کنم از فرقه رجوی بیای بیرون و انقدر شهامت داشته باشی که بگی اشتباه کردی، بگی به اصطلاح کاری که کردی درست نبوده. سازمان مجاهدین سازمانی هست که بعد از 50 سال، حالا اگه اون موقع هم جوان بودن با اون افتخارات، امروز از عرش به فرش رسیدن، شاید زیر فرش هم رفتن، ولی نمیخوان بگن که اشتباه کردن. 120 هزار کشته دادن و شما جنازه و کشته شدگان و شهدا افتخارتونن؟ پس اگر این افتخارتون باشه، یکی یکی باید وایسید تا به اصطلاح از دنیا برید، هی بر افتخارات خودتون افزوده بشه و بیشتر. و اما یه دوستی برای من نوشته بود درودتان. من نوشتم که این درودتان یعنی چی؟ یا مثلا 1000 سلام بر شما. شما اگه 1000 سلام بگی، منم با بگم 1000 جواب سلام، یا بگم سلام 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 تا بشه 1000 تا. چرا ما اتفاقا آقای شاهین پر حرف خوبی زد، گفت به خاطر دشمنی با آخوندا الان حاضر شدن خلیج فارس رو هم که خودشون براش یقه پاره میکردن، آقای ترامپ میاد میگه خلیج عربی. این که میگه خلیج عربی چون پول گرفته از سعودی عربیا و کشورهای دیگه و امارات و این برور پول گرفته، سرمایه گذاری کرده، اونا بهش پول میدن، این براشون حرف میزنه. ولی این که یکی مثل آقای ترشیزی میگه حالا یه نفر پیدا شده، میگم عزیز من تو چقدر ساده لوحی که این پیدا شده میگه آخوندا بدن مردم ایران. آقای جورج بوش هم همینو گفت، آقای ریگان هم همینو گفت، آقای اوباما هم همینو گفت، آقای کارتر و آقای کلینتون و جورج بوش پدر و همه اینا همینو گفتن. ولی به قول دوستمون خانم نیر قربانی حرف قشنگی زد، گفت اینا همشون هی گفتن پرونده ایران روی میزه و امکان هر عمل و عکس العملی هم هست، ولی این پرونده ایران انقدر روش خاک نشسته. الان امروز صبح آقای تریتا پارسی توی یک برنامه بود توی سی اسپن و خیلی قشنگ گفت، همین الان که من با شما صحبت میکنم احتمالاً آقای ترامپ نهارش هم خورده با اعضای کابینه. و جالبه که شمایی که ایرانی هستی میگی ترامپ درست گفته، وزیر امور خارجش میگه ترامپ اشتباه کرده.
وزیر دفاعش میگه ترامپ اشتباه کرده. من نمیدونم اینم شده مثل مسلمونی ما که یه چیز مندرآوردی از خودمون آوردیم بیرون به نام شیعه، حالا از سنیه که یادم سالها پیش من دانشجو بودم و دو هفته یا سه هفته از این اونجا شیراز خیلی از این عربایی که قبلا هم به اصطلاح خانواده هاشون یه جوری به ایران و اینها مربوط بوده برای سفر میمدن برای درمان چشمشون و اینها میمدن اونجا. بعد یه روزی یه نفر به من گفت که آقا یه فامیلی ما داریم داره میاد و این خانواده 7 تا دختر داره و 2 تا پسر، اسمش ناصر و منصور پسراش بودن، دختراش من هیچ وقت اسماشون هم یاد یعنی نمیدونستم گفته نمیشه، و اگر میخوای بیا برای اینها رانندگی کن. ماشینم اون موقع سال 1977 اینها بود، یه بیوک یه شولت نو یعنی همون سال آورده بودن که من هیچ وقت یادم نمیره. چراغش که روشن میکردیم روی گلگیرا 3 تا چراغ بود، رانما که میزدیم اینجوری خیلی قشنگ و شیک و اینها. و این آقا اسم بابا هم یه چیزی زین العابدین بود. بعد جالبه میگفت که یه روزی داشته تو اون خونه‌ای که کرایه کرده بود یه جای خوب شیراز، خیابون برق خیابون چی میگفتیم یادم رفته، خیابون برق در صورت ما بهش میگفتیم، اونجا اجاره کرده بود اینها. گفت صدای موسیقی زیاد بوده، همسایش اومده گفته که آقا صدا رو کم کن مگه تو نمیدونی. حالا این زمان شاه هستا دوستان، زمان شاه. این آقا که فارسی هم صحبت میکرد گفته چی رو نمیدونم، گفته امروز مثلا قتل فلانیه، قتل نه درگذشت زین العابدین. میدونید که زین العابدین فکر کنم اگه اشتباه نکنم درست بگم کسی بوده که میگفتن زین العابدین بیمار و در رخت خواب و در به اصطلاح بیمارستان اونم گفتن مصلحت خدا بوده که نجنگه و از این چیزا. بعد این گفت که من به این ایرانی همسایه گفتم آقا زین العابدین کیه؟ گفت که زین العابدین امام چهارم ما و ایناست. گفت من بهش گفتم آقا بیا تا من شجر ناممو به تو نشون بدم، این فامیل ما که زین العابدینه ما پسران اون هستیم یا نمیدونم مثلا فامیل اون هستیم. حالا این ماجرا هم همین جوری شده تو ما ایرانی ها که بعض وقتا کاسه از آش داغ‌تر میشید در رابطه با اینکه ترامپ یا از نادانی که فکر نمی کنم یا اینکه به خاطر پولی که از اعراب گرفته مجبوره اونجا رو بگه چیز خلیج عربی، اینو بهتون نشون میدم که موقعی که خود آمریکا در این تصویر درست نمیشه، اجازه بدید من از این وری یک کاریش کنیم به اصطلاح، نمیدونم چرا با ما این چنین میکنه. بله اینجا پلیر 5 و این نگاه کنید، این سکه ها یا مدالیه که بعد از جنگ عراق و کویت که سربازای آمریکایی رفتن اونجا و کویت رو آزاد کردن و صدام رو زدن بیرون، اینها توی این خودش نوشته که این مدال رو ما میدیم و ببینید نوشته پرژن گلف. توی نوشته ایم که 2 ساعت قبل از صحبت ترامپ به اصطلاح آماده شد و اومد بیرون اونجا هم نوشته بود پرژن گلف. حالا چرا این شارلاتان، چرا این کان آرتیست، چرا این کلا بردار میاد میگه عربیان گلف؟ اون هی شما بگید به خاطر اینکه نمیدونه سپاه پاسدارا رفته توش. نه آقا، بریم با هم صحبتای این دوستمون رو بشنویم. پیام عقل بشر قسمت 24 ببینم چرا من فکر کردم این برنامه 25 باید باشه. میگن آمریکایی‌ها به قول معروف میگن ahead of myself، یعنی از خودم جلو زدم. و اینجا پلی 4 برای شما دوستان با هم صحبت‌های این دوستمون رو بشنویم. نظراتتون رو درباره گفته‌های ایشون هم میتونید برای ما بفرستید، برای ایشون میفرستیم. سوالی هم اگه دارید بفرمایید. این بحث‌ها احتمالاً تا 40 و اینها هم ادامه داره، شاید هم بیشتر. من خودم شخصا خیلی یاد گرفتم و
این شما هم اگر صحبتی نظری دارید بفرمایید. تراوش مغز انسان یا آنچه از این مغز به شکلی بیرون می آید و منعکس می شود نتیجه ذخیره هایش می باشد. به شنیدن کاوش مغز خوش آمدید، درود و سلام بر شما. نتیجه انباشته های مغز در حرکت اعضای بدن، تلفظ کلمه ها و بالا و پایین بردن صدا هنگام سخن تعبیر و بیان می شود. منعکس شدن این انباشته ها در انسان ها به درجه های مختلف متفاوت است. این اختلاف در طرز رفتار توسط وسایل گوناگون و تجربه در یک جا، یک محیط و یا بیشتر با گذشت زمان در تمام دنیا به مغز انسان رفته و بخشی از اخلاق و صفات و کارکشتگی هر یک از ما شده و تفاوتها را ایجاد کرده. بینندگان و شنوندگانی که در خارج به سر میبرند با تجربه یافتند. در کشورهای اروپایی و آمریکا و دیگر جاهای دنیا انجام فعالیت‌ها، تقاضاها، رفتارها، عکس العمل‌ها و گفتارها متفاوت است از آنچه در ایران انجام و تکرار می‌کردند. موضوع گفتار امروز با یادآوری مثال بهتر در خاطره می‌ماند. دوستی می‌گفت جوانان ایرانی در اروپا و آمریکا در اولی ملاقات با یک دختر فوراً به او وعده ازدواج می‌دهند. نباید اینان را ملامت کرد. تظاهر و دروغگویی و عادت‌های بومی را نمی‌شود با انتقال از یک جا به دیگری به آسانی به فراموشی سپرد. اخیراً کشور سوئد برنامه‌های موسیقی تابستانی در میدان‌ها را متوقف نمود، زیرا مهاجرین مسلمان مشرق زمین به خانم‌ها انگولک به دست درازی می‌کردند. همانطور انتقال معیارها و تصور به کار بردنش از یک جا به دیگری صحیح و مناسب نیست و شاید غیر ممکن باشد. یکی از ایرانیان بازگشته از عراق که به آنان معاود نام دادند، یک عبارت معمول در عراق را برای شرح موقعیت خود در دادگاه تهران به قاضی گفت. ترجمه حرفی عبارت از زبان عربی همانطور که این شخص بیان نمود این است: من همه چیز را فروخته و خلاص کردم. قاضی میپرسید چی فروختی؟ چی رو خلاص کردی؟ فروختن به این قضیه چه ربطی داره؟ مقصود این عبارت در جای پیدایشش این است: من با خلاص شدن از همه چیز و همه و باک ندارم. شما در هر کجا هستید برخی از مثل‌های فارسی یعنی این ارث ملی را کلمه به کلمه ترجمه کنید، در میابید که متن در زبان دیگر مسخره و یا بی‌معنی می‌شود. مثلا این را ترجمه کنید: تره به ریش کسی خورد نکن. چاپلوسی و تظاهر در ایرانیان و مصری ها و دیگر تمدن های قدیم بسیار کهن و ارثی ملی است. ملت یونان هم همین طور است. ایتالیایی ها در اثر دو جنگ جهانی تغییر کردند، اما دروغگویی و فریبکاری را مانند بقیه ملل کهن نگه داشتند. آنچه جلب توجه می کند عدم درک مغز اکثریت مردم به این پیروی از انباشته های مغز است که رفتار ملل را از هم مشخص می کند. مردم بخش شرقی ساحل دریای مدیترانه مانند اغلب جاهای توریستی بسیار ناقلا و فریبکار و چندرو هستند. این وضع به علت معاشرت با ملت های بسیار است که در نتیجهش هر گونه حیله را فرا گرفتند و بخشی از فرهنگ عمومی شده. در سرزمین شام یعنی فلسطین و لبنان و سوریه و ساحل جنوب غربی ترکیه به علت قرار گرفتن در مسیر راه تمام مسافران شرق به غرب، شمال به جنوب و برعکس، از دوران قدیم انبار همه حیله‌های فردی و بازرگانی و دروغی بوده. بامدادان در بیروت از سربالایی پایین می آمدم. در برابرم یک پیرمرد با عصا به آرامی بالا می آمد. در سمت راستم در میان مسافت بین ما یک پسر جوان 13 ساله مشغول بالا کشیدن در مغازه بود. رو به پیرمرد کرده و با گفتن سلامی گرم و اظهار محبت و احترام بسیار بدرقه اش کرد. پیرمرد با تشکر از پسر از کنارم گذشت و من به پسر نزدیکتر شدم. پس از بالا رفتن پیرمرد در کنار پسر جوان قرار داشتم. او بدون انتظار به پیرمرد که دیگر نمی‌شنوید فحش‌های چرب یا آبدار نثار کرد. هر کلمه زشتی را که در فرهنگ عمومی مردم لبنان بود بر زبان آورد. این جوان از انتقال موقعیت سبز به سرخ از رنگ زرد استفاده نکرد،
این دروغی و تظاهر از سن کودکی و جوانی در شعور ملت‌ها فرو رفته و قادر به درک تشخیص تفاوت و چگونگی ذخیره در مغز نیستند. آن پسر بنابر معیار اجتماعی و فرهنگی محیط خود عمل کرد و مغزش قدرت سنجش اندیشه و تحلیل گفتارش را نداشت، یعنی بدون اراده کاری کرد که در مغزش به عنوان رفتار معمولی انبار و برنامه بیشعوریش شده بود. مثالی هم از شهر شیراز بیاوریم. دوستی تعریف میکرد کنار صاحب مغازه‌ای در بازار شیراز نشسته بودم. یک مشتری اومد. صاحب مغازه که با من مشغول صحبت بود ناگهان با صدای اسمت بلند گفت یا غریب الغربا. از او علت توسل به امام رضا را پرسیدم. در گوشم گفت این اشاره‌ای بین من و شاگردم است که بداند این شخص غریب است و قیمت بالاتری به او عرضه کند. انسان این تظاهر و دروئی را جهت انجام کارهای ضروری و زرنگی تصور می کند. خیلی از ایرانیان در خارج از روشهای داخل ایران پیروی می کنند. می خواهند در خارج با معیارهای فرهنگی و اخلاقی خود زندگی را به سر برند. به خود زحمت تغییر و فراگیری نمی دهند. می خواهند اوضاع را بنا به میل خود ساخته و بعد استفاده کنند. متاسفانه به طور عموم نام و اعتبار خوبی برای خود نساختند. با این رفتارها آیا درک می کنند و یا خواهند کرد که این مغز در اختیارشان نیست؟ یا اینکه بفهمند علت این کجرفتاری از عدم اندیشیدن، عدم فرا گرفتن و ناتوانی در درک دیگر بودن بقیه اجتماع هاست؟ با اندیشیدن حتما بیش از یک تجربه را می توانید از کجرفتاری هم میهنان در خارج بیاد آورید. کالاها و مصالح بسیاری در ایران هست که در خارج خریدار دارند، اما به علت نادرستی و فریبکاری سازندگان و بازرگانان نمی شود به صادر کننده اعتماد کرد و جنسی از ایران وارد کرد. این به اصطلاح و یا در تصور خودشان زرنگان ایرانی بدون درک به بازرگانی خود و کشورشان تیشه زدند. احساس دیگرگون بودن مسائل در اجتماعهای مختلف بر تازه وارد به سرعت واضح و روشن می شود. اما قبول این تغییر و اجرایش به شکلی که در فضای دیگر مورد قبول باشد بسیار دشوار است. مسلمانان به علت پیروی از بشار اصول اسلامی در کشور خودشان به کشورهای دیگر پناه آوردند. بدون درد در اقامتگاه نو همان سیستم اسلامی را پیاده در مسجدها به همان وعظ و ارشاد گوش فراداده و با اجرایش نیایش می کنند. می خواهم از شما سوال را بکنم، اگر از این اوضاع و برنامه های عزاداری خوشتان می آمد چرا خودتون رو ویلون کردید؟ در شهرهای بزرگ اروپا و آمریکا و استرالیا دسته های عزا در روزهای محرم به راه انداخته و در خیابانها به راه می افتند. کشورهای میزبان این مراسم را کارنوال شمرده و به تماشایش می روند، اما خودشان انتشار عقیده، دریافت ثواب و رفتن به بهشت را در حق تصور می کنند. پدیده اجتماعی در رفتار مسلمانان پاکستانی گهگاه در خبرها پخش می شود. این افراد با اینکه ده ها سال در انگلستان، اروپا و آمریکا زندگی کردند، هنوز دختران پرورش یافتهشان در محیط غرب را به ازدواج با مردانی که خود انتخاب می کنند مجبور می نمایند که فاجعه ها به بار می آورد. آیا اینان توانستند با اختیار خیش تصمیم گیرند و از معیارهای انبار شده در مغز دوری جویند؟ اخیراً مردی پاکستانی که قبل از 20 سال به تهمت تجاوز به زنی در انگلستان بازداشت شده بود به پسر دخترش با چکش حمله و سر هر دو را مجروح کرد. مدتی قبل در تلویزیون مردم فیلمی نشان داده شد. زنان ایرانی بی حجاب با آخرین لباس‌های مد روز و آرایش بسیار در آن دیده شدند. در کالیفرنیا جمع گشته و سفره حضرت عباس پهن و با تکرار واژه‌های عربی بنابر تصور خیش نیایش می کردن. اگر حضرت عباس هنگام زنده بودن قادر به انجام کاری بود آن را برای خودش انجام می داد و در دام دشمنان نیفتاده و بدنش را تکه تکه نمی کردن. همینطور همه امامان و حتی پیامبر مسلمانان حضرت محمد در جنگ احد زخمی شد و در قرآن از زبانشان آمده که من مانند شما بشر هستم. در حدیثی گفتند اگر قدرت داشتم خطر را از خود میراندم. با این حال مریدان بنابر انباشته های مغزی باید به آنان حتی پس از مرگشان نیرو و قدرت فوق العاده بدهند.
در یادبود شهادتشان اشک می‌ریزند. در همان وقت از تقلید از صفتهایی که در وعظها بر ما می‌تکرارند، مانند پاکی، راستی، امانتداری، درستی و انسانی بودنشان دوری می‌کنند. شاید ناتوان و بی‌عرضه‌تر از آن هستیم که آدم شویم. خیلی می‌خواهم بدانم اگر مردها از این پیشوایان تقلید و یا انجام حلالکاری، هر کدام چهار زن رسمی و تعدادی معشوقه یا کنیز و بنابر آیه ای و ما ملکت ایمانکم، یعنی تا آنجا که توان مادی دارید، در کنار خود در یک خانه زن جمع می کردن، دعای این خانم ها به چه سویی متوجه می شد؟ به کجا می رسید؟ یا چگونه تکرار دعا و استجابت خواهی می کردن؟ این کمبود مغز مسئله ساده ای نیست و هرگاه موضوعی را برای گفتار می گشایم نمیتوان آن را به بحث یک مسئله محدود کرد. تراوش بی اختیاری عقل در تمام امور انسان تأثیرگذار است. همانطور که بارها گفتم، اندیشیدن و شناختن خیش هدف این گفتارها می باشد. درک کرده و قبول کنیم کامل نیستیم. عقلمان در اختیار خودمان نیست. کردارمان، گفتارمان و پندارمان به مغزمان تزریق شده. چگونه و چه وقت می قبولیم که نباید متعصب و یک دنده باشیم و با اصرار بر درست بودن خیش از تکرار اشتباهایمان دست بکشیم؟ اگر در جای دیگر پرورش می یافتیم، حتما طوری دیگر اندیشیده و انسانی دیگر بودیم. با این فرض باز مغزمان در اختیار خودمان نبود. قبول کنید انسانی با قدرت تسلط بر مغز خیش تا کنون در این دنیا آفریده نشده. شاد و موفق باشید. بسیار ممنون از این دوستمون. دوستان عزیز، در رابطه با صحبت‌های ایشون اگر نظری دارید یا پرسشی دارید، حتما تماس بگیرید با ایمیل، با تلفن، با فیسبوک و در برنامه‌های آینده پاسخ خواهند داد. و اما ایشون گفت که تاجری در بازار گفت که یا قریب الغربا، منظورش هم این بود به شاگردش یا فروشنده بگه که این طرف غریبه، تا اونجایی که میتونی گرون فروشی کن. یه دوستی داشتم که حالا اسمش و شغلش و اینها رو نمیگم، یه دفعه من اونجا بودم و یکی آمد و این به اصطلاح باهاش میخواست خریدی، معامله، کاری، اینها، گفت که تخفیف، گفت من اینقدر تخفیف میدم، گفت بیشتر، گفت میدونید من شریک دارم، باید با شریکم صحبت کنم. صدا زد، شریکش آمد و گفت که این دوست ما تخفیف میخواد، من اون 50% که خودم شریکم تخفیف دادم و اینها، شما ببین میتونی بیشتر بهش تخفیف بدی. و اون ازش پرسید که مثلا این ساعت رو چند بهتون گفته شریک من؟ گفت که مثلا 30 دلار. گفت ای بابا، شما که 50% سهم من رو هم تخفیف دادی و دیگه چرا صدای من میزنی؟ یعنی یه کاری کرد که اون خریدار اصلا خجالت زده شد که این بابا دوست من چقدر لطف کرده، هم 50% خودش رو تخفیف داده، هم 50% شریکش رو، و حالا من اینو تو دردسر انداختم. وقتی که اون آقا رفت، این با زرنگی گفت که این تنها راهی هست که میشه با ایرانیایی که دوست و فامیل هستن به اصطلاح معامله کنم، و چجوری میشه رفعش کنیم، درستش کنیم، من نمیدونم. و اما در هفته‌های گذشته من یه چند بار درباره artificial intelligent، فکر کنم بهش میگن، یا نه artificial AI بهش میگن، صحبت کردم. منظور اینه که کامپیوترهایی میسازن، ربات یا آدم آهنیایی میسازن که حالا همش میگیم آدم آهنی، جدیدن همش از پلاستیک میسازن که مصنوعی باید بگیم، ممکنه از جنس فایبر گلاس باشه، سیلیکان باشه، آهن باشه، هرچ. و صحبت و پرسش اینه که آیا میتوان به ربات ها اخلاق آموخت؟ بعد اولین سوالی که تو مغزمون میاد اینه که کدوم اخلاق؟ اخلاقی که ما تا حالا به کار بردیم و دنیا رو به اینجا کشوندیم، هوا کثیف، آب کثیف، هر روز به اصطلاح تهدید بمب اتم، هر روز کشت و کشتار، هر روز گرسنگی، چه از کشورهای پیشرفته، چه از کشورهای جهان سوم و اینها، حالا این اخلاقی رو که به اصطلاح
ما فکر میکنیم اخلاق اتیکه، حالا میخواییم دیگه به اینا هم یاد بدیم، اینجوری نوشته یا مقاله شروع میشه که اغلب ما فکر میکنیم که عصر ربات ها موضوع داستان ها علمی تخیلی است، موضوع داستان های علمی و تخیلی است و بحث اخلاق رباتی موضوعی مربوط به آینده دور. اما زمانی که واقعا با این مسائل روبرو باشین به سرعت فرا میرسد، زمانی که تصمیم ها را ربات میگیرند. سوال این است که ربات ها باید این تصمیم ها را بر مبنای اخلاقیات بگیرند و این که آیا می توانیم اخلاق را به ربات ها آموزش دهیم. ماشین طبق برنامه سر ساعت 8 جلوی 8 صبح جلوی خانه جلوی در خانه می رسد تا شما را به سر کار ببرد. شما سوار می شوید و در صندلی عقب می نشینید و ابزار الکترونیک خود را از کیف در می آورید تا نگاهی به اخبار بیندازید. تا به حال مشکلی در مسیر خانه تا محل کار پیش نیامده و معمولا ترافیک سبک است، اما امروز اتفاقی غیر عادی و وحشتناک می افتد. دو بچه که با هم گلاویز شدند درست جلوی ماشین شما ناگهان وارد خیابان می شوند. فرصت ترمز کردن نیست، یا باید به دو بچه بزنید یا به سرعت فرمان را به راست بچرخانید تا از کنار آنها رد شوید. اما در این صورت به دوچرخه‌ای که از روبرو می آید برخورد می کنید. هر دو احتمال بد هستند، اما کدام کمتر بد است؟ این کدام کمتر بد است؟ بله، پیش از جواب دادن به این سوال یک چیز دیگر را باید بدانید. سال 2027 است و ماشین شما بدون راننده و خودکار است. در ماشین کنار دکتر ایمی ریمر نشستم و او پشت فرمان است. اینم خانم ایمی ریمر. این موضوع جالبه، اگه خواستید بعدا بگید براتون بفرستم یا خودتون تایپ کنید بنویسید که آیا اخلاق و اتیک رو میشه به ربات ها یاد داد و اینها. و من میگم اولین سوالی که تو مغز من اومد این بود که کدوم اخلاق؟ این اخلاقی که من و شما داریم، این نجات پرستی ها، این چیزی که ما بهش میگیم وطن پرستی، حقیقتا بعض وقتا یه تبعیضی فقط قائل هستیم به نسبت افراد دیگه که مثلا اونها از یه جای دیگه در یه جای دیگه در یه شهر و یه مکان دیگه دنیا اومدن و من و شما احتمالا توی یه شهر بزرگتر، زیباتر، با امکانات بیشتر. در حقیقت اونا بودن که زحمت کشیدن، وسیله جور کردن تا من و شما بتونیم تو این شهر زندگی کنیم، ولی ما بر میگردیم پوز همین شهر رو، همین به اصطلاح تمدن‌های شهری رو به اونا میدیم که هنوز هم زحمت میکشن و هنوز دارن جور کارها رو میکشن. و اما این درودتان و دانشگاه هاروارد، اجازه بدید من براتون نشون بدم نظر شما رو هم در این باره جویا بشم. شما هر قسمتی که من صحبت میکنم میتونید نظرات خودتون رو عنوان کنید، ولی بنویسید که در رابطه با چیه. چون من بعض وقتا میبینم مثلا یه دوستی میگه آقا سربی این، میگم اصلا شما راجع به چی صحبت میکنی؟ میگه آقا تو سه برنامه پیش اینجوری گفتی. میگم بابا من بعض وقتا یادم میره که یک ساعت پیش نهار چی خوردم یا چند ساعت پیش صبحونه چی خوردم. در اصل ایشون یه شعری رو که همه روزه روزه بودن، همه شب نماز کردن، همه ساله از پی حج سفر حجاز کردن، شب جمعه ها نخوابیدن، به خدا راز گفتن، ز وجود بی نیازش طلب نیاز کردن، به خدا قسم که کس را انقدر ثمر نمی بخشد که به روی مستمندی در باست باز کردن. ما اینو که گذاشتیم، این خانم افسانه RSH که اینم من نمیفهمم یعنی چی، فیسبوک باید اسمتون، فامیلتون، عکستون باشه تا دوستان بتونن شما رو بشناسن و با شما ارتباط برقرار کنن. گفتم الان این روزا مثلا خانمی به نام میترا مینیسه میت، یه دو سه خط اونورتر مینیسه را. من نمیدونم، خب مردم آمریکایی به شما میگن میترا، ما ایرانی ها باید وقتی دنبال میترا میگردیم بیام دنبال میت را بگردیم. اصلا اگر ما اینجوری بگیم میترا یا بگیم رامیت یعنی گوشت خام. در هر صورت ایشون نوشتن بسیار متن بسیار عالی، یا متن بسیار عالی
درودتان. من گفتم والا من نمیدونم این درودتان یعنی چی، اصلا کلمه درود و اینها اگه یکم مطالعه کنید، این مال موقعی بوده که از درویدن و درو کردن و اینها بوده، مال موقعی بوده که ایران کشور کشاورزی بوده، مردمانش کشاورز بودن و به اصطلاح به عنوان اینکه درو کردنتون موفق باشه و اینها بوده. من اینو خوندم، آقای چیز فکر کنم یکی از دوستان به نام هوشنگ توضیحش فرستاده بود اینها، و من میبینم که شما باز به خاطر همین مخالفت با آخوندا که بابا هممون اصلا بیان بنویسیم بهتون به امضا بدیم که اینا اگه بد نبودن من مرض نداشتم بیام اینجا، دارید زبان خودتون رو محدود میکنید، دارید صحبت کردن خودتون رو محدود میکنید، و وقتی زبان و صحبت و نوشته و اینها محدود بشه برمیگردید مثلا مثل کلاس پنجم که اون کلماتتون محدوده، برمیگردید مثل بنده که مثلا انگلیسی زبان سومه و وقتی میخوام یک کلمه ای پیدا کنم اگه یک کلمه ای رو نمیتونم بگم یا نمیاد تو مغزم، مجبورم یک کلمه دیگه ساده ای رو پیدا کنم. اون وقت وقتی صحبت به این سادگی میکنی، طرف اگه طرف مقابلت متوجه نباشه که بابا این زبان دوم سوم چهارم پنجم تو هست و با سواد نباشه، فکر میکنه شما نمیفهمی. ضمناً راجع به سواد و زبان و لهجه و اینها هست، یه جای خوندم که اگر یه جایی میبینید یه نفر با یک لهجه دیگه صحبت میکنه، یه نفر با یک زبان دیگه صحبت میکنه، به جای مسخره کردن از خودتون سوال کنید که آیا چیزی میدونید درباره اون لهجه، درباره اون زبان. اگه نمیدونید پس اون بیشتر از شما میدونه و باید بهش بیشتر احترام بذارید چون بیشتر زحمت کشیده و بیشتر میدونه. و اما این ماجرای قریب الغربا و اینها رو گفتم. پیام ها، بریم سراغ دو سه تا پیام که یکی از دوستان در رابطه با خدا پیغام گذاشته. من ببینم، والا من نمیدونم، من تو برنامه نه اومدم گفتم خدا هست نه گفتم خدا نیست، ولی پیام شما رو میذارم وقتی شما صحبت میکنی، من تا اونجایی که بلد باشم بتونم بهتون پاسخ میدم. این آقای بهرامی هم چون از دو تا شماره به من زنگ میزنن، من یک کمی گیج میشم موقع پیام ها، و خب عیب نداره، یه بار لابد از آفیس هستن اونجا زنگ میزنن از یه شماره تلفن، یه بار از بیرون زنگ میزنن یه شماره تلفن دیگه است. و بریم با این اریا کد 510 ببینیم این دوستمون چی میگه. تا اونجایی که من بدونم نظر خودم رو میگم دوستان، نظر من لزومن درست نیست. شما میتونید نظر منو بشنوید، نظر دیگران رو بشنوید و برید تحقیق کنید، تصمیم خودتون رو بگیرید، که فکر میکنم افرادی که به این سن و سال رسیدن دیگه تصمیمشون رو گرفتن و این نوع سوال ها برمیگرده مثل اینکه من از شما سوال کنم تخم مرغ اول اومده یا مرغ اول اومده، و اینو میتونیم همینجوری ادامه بدیم. مثل بازیایی که میگفت چند تا، میگفت چهار تا، میگفت چرا چهار تا، میگفت پس چند تا، میگفت شش تا، میگفت چرا شش تا، همینجوری تا بی‌نهایت میتونید ادامه بدید. بفرمایید دوست عزیز، ما هم بشنویم ببینیم شما چی میگید و منظورتون چی هست. من یه سوال از شما دارم. همه معنای دنیا میگن خدا، یکی میگه باد، یکی میگه خدای. همین اول کار شما اشتباه میکنید. کجا همه مردم دنیا میگن خدا، میگن الله، میگن فلان؟ خیلی ها اصلا با خدا هیچ کاری نداره. سعی کنید تو صحبتاتون قدر مطلق استفاده نکنید. همه ایرانی ها مسلمونه، همه ایرانی ها رضا پهلوی رو میخوان، همه ایرانی ها مجاهدین رو میخوان. اگرم مدرکی چیزی ندارید، این کلمه اکثریت و 90% و 99% اینا رو میمقداری باز با احتیاط استفاده کنید. بگید مثلا من فکر میکنم عده‌ای هم هستن تو ایران که هنوز دنبال پادشاهی و سلطنت و اینا هستن، یا بگید فکر میکنم عده‌ای هستن که هنوز دنبال مسعود رجوی هستن و همینجور چیزهای دیگه. بفرمایید. الله اسمش بودا خدا، خدا شما که در این باره صحبت نمی کنید که میگن خدا، وقتی میگن خدا داره خود خودتی مردم به آسمون نگاه میکنن، چرا مردم به آسمون نگاه میکنن؟
اینا یک چیزای فلسفی خیلی مهمی که شما باید به عنوان رسانه‌های ایرانی به این مردم ایران نگاه بکنن بهشون بفرمایید. اولا بنده به هیچ کس نمیفرمایم، تازه خیلی جرأت کنم بهشون پیشنهاد میکنم، بهشون میگم. ضمناً دوست عزیز، کجای دنیا گفته که وظیفه وسیله های ارتباطی اینه که بیان به شما بگن خدا تو آسمونه یا خدا یکم پایینتره یا خدا توی اتمسفره یا خدا رو زمینه یا خدا زیر زمینه؟ کجا؟ شما اینو از کجا پیدا کردی؟ بفرمایید. بهشون بگید که مثلا خدا کجا؟ خدا با خودته، خدا توی اتخابته، خدا توی آسمونه، خدا توی زمینه، زیر زمینه، بالا آسمونه، اصلا خدا چی هست؟ شما چی شده؟ این خیلی مسئله اساسی، چون تمام این بدبختی که ما داریم اون یکی که اینا خود اینا هم چون میرسی نمیزنن اونجا میگن یا امام حسین یا امام حسین، خدا رو نمیدن کجا فکرن. این فقط یکی ایسی که یه آدم بهشون یه چیزی گفتی که خدا اونجا و فردا مردم این همه دوستان دنبالشون میرن. این یه خود یه برنامه رو این برنامه بذاریم اگه دوست داریم، اگه نگم اینکه چشم. حالا من از شما دعوت میکنم، شما که به نظر میاد میدونید و باور دارید مردم اشتباه میکنن، شما بیاین به ما بگید خدا هست یا نیست، اگه هست کجا هست. حالا اگه از من نپرسید، من به شما میگم خدا هست درست پشت سرتم هست. حالا از امروز که از من شنیدی خدا هست درست پشت سرتم هست همیشه باهاته، آیا زندگیت عوض میشه؟ یا اگه من بگم آقا خدا نیست، خدا وکیلی، وجدانن، شما از امروز زندگیت عوض میشه؟ پس این سوال شما یه سوالیه مثل همون سواله چهار تا، چرا چهار تا، پس چند تا، شش تا، چرا شش تا، همین چه. اگه شما مطالعه کردی به نتیجه رسیدی، مثل این دوست ما میگه آقا اینایی که میگن ما عاشق شدیم توی دلمون، توی دل اصلا عاشق و عشق نیست، عشق تو مغزه. بعد اینایی که میگن فقط قلبه که به کنترل ما نیست، به تحت اختیار ما نیست، همچین چیزی نیست، مغزم هست که به اختیار ما نیست. تا الان 24 تا برنامه هر هفته نشسته تهیه کرده فرستاده، من به نوبه خودم هم یاد گرفتم هم از ایشون ممنونم. شما هم اگه چیزی برای یاد داده، چون اینجوری که شما آمدی با پرسش شروع میکنی و حقیقتا بعد میخوای استیتمنت بدی، یعنی چی میگن، یک جمله خبری رو بگی یا یک جمله امری رو بگی، به من امر میکنید که در این باره صحبت کنم. خب آقا من با حال بلنشم برم تحقیق کنم. این همه آدم رفتن تحقیق کنن درباره خداها، هیچ کدومشون به نتیجه نرسیدن. حالا شما میخوای منو سر کار بذاری، باید اول ببینید این جملتون به اصطلاح خواستتون، تلفنتون امریه، سوالیه یا خبریه. اگه خبر بدید خب ما شنیدیم. شما مثلا میگید من داشتم میرفتم یه دفعه از بالای یه پلی افتادم پایین، وسط راه خدا رو دیدم، خدا اونجاست وسط پلو چیز است. آقای شاه گفت من از اسب افتادم، حضرت عباس دستم نمیدونم گرفت تو خیابون دارم. از این چیزا شما و یه وظیفه‌ای دارید و میدیا و رسانه دوستان هیچ وظیفه‌ای نداره. شما دوست عزیز حتی تعریف وظیفه رو نمیدونی چیه. وظیفه یعنی شما من رو استخدام میکنی که من بیام درباره مثلا الکتریسیتی یا برق صحبت کنم. من در قبال پولی که میگیرم، حالا اون موقع مثلا دبیر بودم 3000 تومان 4000 تومان میگرفتم، وظیفه پیدا میکنم. اصلا آموزش پرورش یه کاغذی به ما میده میگه شرح وظایف، صبح که میری سر کلاس حاضر غایب کن، اگه بچه اخلاقش بده گزارشش کن به چیز، آخر سه ماه امتحان بگیر. البته تو هنرستان دو تا ترم داشتیم، سه تا سولس نداشتیم. اینجوریه شرح وظایف. شما میگی وظیفه رسانه اینه، اینو کی به شما یاد داده؟ شما خدا رو ول کن، بیا همین چیز غلطی که یاد گرفتی صحبت کن. دوستمون شماره تلفنش هست 510، حالا دیگه باقیش رو نمیگیم مگر اینکه خودش یه زمانی بخواد شماره تلفنش دیگران بدونه. بریم سراغ یه دوست دیگه‌ای که پیام گذاشته از 210.
خیلی جالبه. 510 210، ببینیم این دوستمون چی میگه. بله not now. 41 ثانی است، با هم گوش بکنیم. الو آقای سوربی، من اول نفر که این شما رو در یوتیوب پیدا کردم، واقعا دمت گرم، کیف کردم از این حرفا که زدی. خیلی ها از این که تو خوابن یا سرشون کردن تو برق، این حرفا که تو میزنی واقعا در مورد اون آدم هاست که با دیگه من چی بگم، همش خودت گفتی، واقعا کیف کردم، خیلی خیلی خوشحال شدم که من این برنامه شما رو دیدم. انشالله بازم بعد از این دیگه نگاه میکنم و انشالله که موفق باشین. خدا حافظ. خیلی ممنون، ممنونم از شما که نگاه میکنید، خوشحالم که شما هم ما رو پیدا کردید، بیشتر خوشحالم که میگید بعد از اینم تماشا میکنید. خوشحال تر غلط این کلمه، بیشتر خوشحال میشیم اگر تلویزیون مردم رو حمایت کنید. دوستان عزیزی که ماهیانه حمایت میکنن لطف کنن امروز 16 اکتبر. علی آقا نمیدونم مسافرت کجاست، برای ما این تاریخ ها رو نفرستاد، ما هم ننوشتیم که چندم ماه مهر هست، ولی الان اینجا بهتون میگم. گویا روز جمعه هم من اشتباه تاریخ فارسی رو نوشته بودم چهارشنبه، ولی تاریخ انگلیسی درست بوده. خب خیلی چیز هست، ما میخوایم کامل باشیم، بعض وقتا خیلی که میخوای کامل باشی یه دفعه میزنی یه چیزی هم خراب میکنی. دوشنبه 24 مهر، 16 اکتبر 2017 است و 24 مهر. من صحبتهای اون آقای آخوند رو پیدا کردم، زیر فیسبوک گذاشتم، زیر یوتیوبم میذارم، ولی مهمش گفت دیگه، همون چند دقیقه اول بود که گفت خب شمایی که میگید ما از صنعت داخلی حمایت کنیم، شمایی که قرآن میذاری توی ماشین خودرو ولی خودت دروغ میگی، خودت به اصطلاح این ماشینا رو استفاده نمیکنی و الی آخر. یه چیزی که هویدا رو معروف کرد تو ایران این بود که خودش رانندگی میکرد و ماشینش هم پیکان بود، حالا اگه ماشینای دیگه ای هم داشت ولی گویا با پیکان ساخته، اون وقتا ایران خودرو نبود، ایران ناسیونال بود، با اون مسکه میرفته سر کارو میامده. یکی از چیزهایی که آقای بازرگان رو معروف کرد و مردمی این بود که با اتوبوس واحد میرفته و میمده، بعد گویا یه روزی یه بنزی داشته، یه نفر بهش گفته آقا شما با اتوبوس واحد میری و میای که مردم رو فریب بدی ولی بنز داری؟ گفته آقا این بنزی که من دارم قصاب سر کوچه‌مون از این جدیدترش و نوترشو داره. اینم آقای بازرگان، اولین نخست وزیر یا نخست وزیر موقت ایران. خب پیام آقای خسرو بهرامی رو بشنویم در رابطه با ویدیو و اینها. برای نهار اومدم خونه، چک تو پست. خیلی ممنون، ممنونم از دوست عزیزمون که هر وقت به ما قولی داده وفا کرده و واقعا ای کاش من 20 تا بیننده مثل تو داشتم یا مثل شما داشتم که دیگه خیالمون راحت بود که خودشون اینجوری، نمیخوایم بگیم وظیفه‌شونه، یه خدمتی میکنن در رابطه با تلویزیون مردم که این پلتفرم یا این سکوی ارتباطی باز باشه. پس دوستان وظیفه رو معنیش فهمیدید؟ در قبال دریافت مزد یا دریافت یه چیزی یا حرفی که زدید، یه وظیفه‌ای خودتون به شما محول میشه، شما اون وظیفه رو دارید که انجام بدید. خدمت اینه که من قرار نیست این یک شنبه بلند شم، کسی پول به من نداده برم مثلا خیابون آشغالاشو تمیز کنم، ولی با دوستانمون با همسایه‌ها قرار میذاریم، هر کسی هم پلاستیک میاره و رک یا این چیزا کیو چی بود تو ایرانی شاخه برگار جمع میکنن، آشغالاش شیشه پلاستیک آب نمیدونم اینا رو جمع میکنیم. این داریم خدمت میکنیم به نیبرهودمون یا خدمت میکنیم به همسایه و در و کوچه و اینها. و اما آقای بهرامی با هم یک گفت و شنود قیابی داشته باشیم. بفرمایید آقای بهرامی، با شما هستیم. سلام از گردم آقای سوربی.
بهرامی هستم از نیویورک، خدمت زنگ زدم یک کم بعد ساعت 2 و خدمت بینندگانتون شنوندگانتون سلام عرض میکنم. 3 تا نوار خدمتون فرستادم با یه آهنگی دو تا چشم سیاه داری. ضمن عرض خدمت شما من همیشه اونا رو گرفتم دیروز و پریروز، به شدت گرفتار کار بودم، امروز بعد از برنامه اونا رو به اصطلاح سیو میکنم یا دانلود میکنم یا ذخیره میکنم توی سیستممون و برای دوستان نشون میدم. ایشون موزیک ویدیو یا شرح حال زندگی خواننده ها و اینها رو فرستاده، فریدون فروغی، فرهاد، فامیلی فرهاد الان یادم نیست، و همون یکی هم دو تا چشم سیاه داری، اینا رو پخش میکنیم. من ممنونم از دوستانی که از جیب خودشون یه مبلغ کمی رو هزینه میکنن تا برنامه‌هایی که خودشون دوست دارن برای دیگران هم به اصطلاح نشون بدیم. دو تا حسن داره، این که دیگران آشنا میشن با چیزایی که شما دوست دارید و به اصطلاح با شما خود به خود یک دوستی پیدا میکنن. حسن دیگرش اینه که برنامه‌های تلویزیون مردم از این که فقط 3 تا برنامه داشته باشیم، آقای ارشاد باشه و کانون آوا باشه و سوربی باشه، به صورت متنوع در میاد و اون کلمه واریته که گفتم بهتون از زبان انگلیسی و فرانسوی گویا واریته یا واریته اومده تو برنامه‌های ایرانی تو زبان ایرانی، اون واقعا میشه برنامه‌ها متنوع و دوستان هم خسته نمیشن. بفرمایید. دبیر بودین نمیشه با تون چلنج کرد. من همیشه مخالف این حرفی که شما میزنین تکه کلامتونه. چرا نمیشه؟ خود شما الان دلیلی هستید که میشه. همین نوار ثبت در تاریخ که اگر سوربی آمد گفت کارمون خیلی خرابه، آقای خسرو بهرامی میاد سوربی رو به چالش میکشه، چلنجش میکنه که نه خیر آقا کارمون خراب نیست و با گفتن کارمون خوبه و خیلی خوبه بهترم میشیم. پس شما بیا هر روز بگو کارمون خوبه، تعریف از خوبی ها کن و حتما تو آزمایشگاه بودید دیگه، مثلا اسید سولفوریک وقتی میریختن اگه اون میریخت رو دستتون میسوخت، مثلا سوراخ میکنه، ولی وقتی هیچ آب بهش میزنید رقیق تر میشه، مثلا تا جایی میرسه که ممکنه یه لیوان آب انقدی اگه شما داشت باشید انقدر اسید توش باشه دیگه اسیده اصلا اثر نکنه. اگه شما فکر میکنی این جمله کارمون خیلی خرابه مثل اسید سولفوریکی هست که رو دست و رو پوست ایرانی ها زخم درست میکنه، شما بیا این رو رقیقش کن. من بعد از 5 سال که با ایرانی ها کار کردم، از سال 1998 سال 2003 به این نتیجه رسیدم که کارمون خیلی خرابه و اومدم اینو گفتم. گویا این اولین باری بوده که یه نفر این جمله رو گفته، جا افتاد، خیلی ها گفتن آقا به ثبت برسون، خیلی ها گفتن با آب طلا برنیسی، گفتم آقا بنده نه بیزینسی دارم نه پولی دارم به ثبت برسونم. به ثبت برسونم که چی؟ آقا یکی دیگه هم فهمید کارمون خیلی خرابه، اون دیگه نتونه بگه، این بشه ترید مارک یا اون یکی دیگه چیه. در هر صورت بشنوید آقای بهرامی نظرش درباره جمله‌ای که من میگم چیه. کارمون خیلی خرابه به نظر من، البته به نظر من یه اثر منفی رو جامعه رو مغز جوونا میذاره، ولی میتونیم مثلا به نظر من بگین این کار درست نیست، چون از روانشناسی این تکرار مکررات که شما عرض میکنین کارمون خیلی خرابه، میتونیم به یه طریق
ببینید دو بار شما با گفته‌های من مخالفت کردید. تلویزیون مردم جایی هست که مخالفین هم میتونن صحبت کنن. درباره اون شعرهایی که شما میگید، اتفاقا با همون مصاحبه‌ای که با آقای اسفندیار منفردزاده انجام دادیم و ایشون با خیلی از تلویزیون‌ها مصاحبه کرده و ویدیوهاش هست، آقای اسفندیار منفردزاده میگه آقا اصلا بعضی از این تاریخ‌ها و اینها اشتباه و غلطه. میگه اصلا ما شعر محمد رو برای انقلاب و برای فلان و اینها نساختیم. یا اون شعر آقا مال خانم گوگوش، میگن این رو برای آقای خمینی نگفتن نساختن، ولی متاسفانه در زمان و بر اثر تکرار چیزای غلط، همون غلط مصطلح که میگن یعنی چی؟ یعنی غلطی که هر روز استفاده میکنیم، میاد حتی اون درست رو میندازه اون. و درباره این که من نظرم اینه که شعر کاری انجام نمیده، آقا بریم اصلا از فرخی یزدی، بریم از ایرج میرزا، بریم از شعرهای هر کی شما میگی، شما بیا به من بگو که یه شعری گفتن، نوشتن، مردم انجام دادن، رفتن مثلا جلو مجلس این شعر رو هم خوندن، بعد یه طوری شد. شما اینجوری بیا به من ثابت کن که من اشتباه میکنم. همین امروز دوستمون پتیک یه چیزی نوشته بود، من براش یه شعر جواب دادم و اون شعر اینه که ای خوشا یه ترک و یک لور که با هم، یا دیگه که با هم همزبان نیستن، حرف همو میفهمن، وی بسا دوتا ترک که مثلا حرف همدیگر رو نمیفهمن. بعد این گفت که من فکر کردم تو میونت با شعر خوب نیست. گفتم متاسفانه به دلیل اینکه زبان ما پر از تعارف و دروغ و اینها هست و یه مقداری هم ایستا بوده، پویا نبوده، ما دو کلمه که حرف میخواییم بزنیم یا از ضرب المثل استفاده میکنیم یا از شعر استفاده میکنیم، چون کم میاریم. اگر کم نیاریم احتیاجی نداریم به شعر بگیم. من چیکار مولوی دارم، چیکار حافظ دارم، چیکار فردوسی دارم؟ اونها 800 سال 1000 سال هرچی قبل زندگی کردن، تو شرایط خودشون بودن، موقعیت خودشون بودن. وقتی که من نمیتونم با زبان، یعنی زبان قاصره که شرح حال امروز رو توصیف کنم، دست به دامن اونها میشم و بعد میشه یه زندگی که هممون توی قبرستونا داریم دنبال استخون میگردیم، چون یه آدم زنده نداریم. طرف بابا نداره، هر کی تو خیابون میبینه میگه بابا بابا، و اصلا معنی بابا و پدر و اینها رو هم نمیدونه. بشنویم ببینیم آقای بهرامی چی میگه. در صورت اون شعر محمد که فرهاد خوند و اینها، تا اونجایی که من یادمه اصلا میگن هیچ ربطی به چیز نداشته. حتی یه شعر رو یه آقای دیگه خونده بود، گفت که این سرباز بوده توی ایران تو زمان جنگ و این شعر رو گفته، بعد آخونده و اینها از این شعر سوء استفاده کرده. ناگفته نماند که بعضی از این دوستان یه شعری رو توی زمانی میگن، بعد از گفته خودشون پشیمون میشن، میان میگن آقا این شعر اون موقع پخش شد ولی مثلا دو سال قبل درست شده بود، تا خواست آماده بشه و از تنور بیاد بیرون اینجوری شد. اینا رو هم باز شما هستید که باید قضاوت کنید که ببینید اینا بله اینجوری بوده، درست بوده، نبوده. بفرمایید. به شخصه میتونم بگم آقای فرهاد خیلی
اگر تکراریه این چهارتا ویدیو رو که میبینم و برجهت دیگه مزاحمتون بیشتر از این نمیشم. روز خوبی داشته باشین. ممنونم از شما. درباره این که به ما یاد بدید، شما الان بهترین کار رو دارید انجام میدید. به جای این که شما به من زنگ بزنید، من دنبال شما بگردم، فلان روز با هم صحبت کنیم، شما مثلا یک شنبه قشنگ در کمال آرامش صحبت کردید، مطالبی که گفتید، موضوعاتی که گفتید معلوم، واضح، توی حرف هم نپریدیم، موضوع رو عوض نکردیم، گفتیم اینا رو. این 3-4 تا ویدیویی هم که شما فرستادید، گفتم دیروز و پریروز مشغول بودم و امروز این کار رو انجام میدم، در لابلای برنامه ها اینها رو پخش میکنم. من از طرف بیننده ها از شما ممنونم. همینجا به بیننده های دیگه میگم که شماها هم میتونید ویدیوهای مورد علاقه خودتون رو از تلویزیون مردم پخش کنید، حتی میتونید برنامه هایی رو اگه خودتون درست میکنید، جای دیگه تو تلویزیونی دیگه مهمون بودید، تو رادیوی مهمون بودید، با هزینه خیلی کم. یکی از دوستان که قرار بود یه مبلغ ناچیزی ارسال کنه تا ما یه ویدیوشونو نشون بدیم، برای من نوشته بود که آقا من در حساب، من حسابم بسته شده و این هم مدارکش. براش نوشتم که آقا من از شما مدرک نمیخوام، والا بلا من یه ویکند یه فیلم برداری که میرم $600 تا $1,200 پول در میارم و احتیاج به $20 و $10 و $30 شما ندارم، ولی من یه چیزی رو میخوام، این ریشه بدش رو از جامعهمون در بیارم، بکنم بنزن دو. این مفتخوریه. و شما که به عنوان اپوزیسیون میخوای بری حکومت آخوند رو بزنی زمین، خب حسابتو پیپل بسته، آقا بانک هست، اون یکی دیگه مانیگرام هست، اون یکی دیگه وسترن یونیونه، بعد شما کره مریخ که نرفتی تنها باشی، یه ایرانی دیگه، یه دوست دیگه. من یه دوستی داشتم هر وقت میخواست پول ارسال کنه میگم من چون کردیت کارت ندارم، من یه دوست فرانسوی دارم، به اون فرانسوی $100 میدم، میشینم جلو کامپیوتر، برام همون موقع با چیز $100 مثلا برای شما میفرست. شما دوست عزیز نمیتونی راه حل یه مشکل کوچیکی رو که حالا برات یا دولت ترکیه یا آخوندا درست کردن پیدا کنی. خب وقتی اینجوری مردم به شما نمیتونن اطمینان کنن، وقتی که میبینن این آخون 39 ساله هرچی مشکل بوده، هرچی دشمنی بوده، هرچی جنگ بوده کشورهای دیگه باهاش کردن، ولی اینا با پدرسوختگی یکی پس از دیگری راه حلشو پیدا کردن و تا امروز دوام آوردن. خب آخه من نگاه این میکنم، نگاه شما میکنم، شما فوری ضعفت رو نشون دادی. و الا این $20 و $30 و $10 اصلا اینجا میگم وقتی یکی میاد میگه آقا پول خورد، آدم که دیگه پول خورد تو جیبش نگه نمیداره، خجالت میکشه $1 بده، $5 $10 به طرف میدی. در اصل اینم از دوستان ما. و اما عکس دانشگاه هاروارد، خانمی به نام کتی وینتر، اینا چون روی فیسبوک میذارن ما هم میتونیم به اصطلاح نشون بدیم و احتیاجی به اجازه و این چیزا نداره. من نمیدونم چرا این تصویره، میبینید شما یه لحظه میپره، بعد به جایی که اینجوریش کنه بذاره ما اینو کات کنیم به شما نشون بدیم، اینجا اسکرین کپچر مثل این. بعد ببینید دوستان، همون جوری که آقای ناصر شاهین پرم گفت، ما نه دموکراسی بلدیم، نه آزادی و دموکراسی رو میتونیم توضیح بدیم، نمیتونیم حتی مقایسه کنیم دموکراسی رو با دیکتاتوری و اینها، کم آوردیم. این خیلی جالبه. این خانم کتی وینتر آمده زیر جایی که من روی فیسبوک برنامه آقای شاهکار بینش پژو نوشتم هنرمندی برجسته یا شیادی کلاهبردار، نظر شما چیست؟ بعد نوشتم مهمان ما باشید تا با بینندگان گفت و شنودی داشته باشید. حالا ببینید این خانم کتی وینتر آمده نوشته این ویدیوی شهر زیرزمینی و شگفت انگیز ایرانی در نمیدونم کاپلوکیا از فلان گردشگری ترکیه است. یه دوستی داریم این ماجرای شقیقه و اینها رو
میگه آقای گودرزی و خانم شقایق. من نمیدونم خانم کتی وینتر، یا اگه یه آقای سیبیل کلوفتی هستی پشت اسم کتی وینتر قایم شدی، شما حالا بذارید بهتون دوستان نشون بدم. ایشون نوشته که از هاروارد، من اول فکر کردم هاوارد یونیورسیتی، چون این هاوارد یونیورسیتی این جشنای فارغ التحصیلیش و اینا ما میرفتیم عکس میگرفتیم، یک چیزی هست، یک دانشگاهی هست که بیشتر سیاه‌پوستا اونجا هستن و یک کمی هم گلابیه، به قول دوستان ترکمون که به گلابی میگن گلابیه، یک کمی گلابیه. بعد فکر کردم مال اونجاست، ولی دیدم نخه، نوشتن دانشگاه هاروارد و عکسی هم که گذاشتن یعنی درست برعکس خواسته یا قانون فیسبوک. نگاه کنید، ایشون بیننده ما هست، کتی وینتر عکس گذاشته کوانتوم ورلد. جالبه، ما اون روز راجع به کوانتوم فیزیک و اینا صحبت کردیم. حالا بیاین پایین، از همش جالبتر اینه که خود این خانم یا آقای سیبیلوی که پشت این خانم پنهان شده، پشت اسم قایم شده، ببینید چه کار کرده. Select area. هر وقت خودشون چیزی میذارن به سه زبان مختلف می‌نویسن که ببینید، نوشتن Please no comments، یعنی لطفاً نظر ندهید. اینجا به یه زبان دیگه که من نمیدونم چیه، بعدم به آلمانی بیت کین کومنتار نوشتن. و خود این خانم میاد تو فیسبوک دیگران که تعداد بیشتری دوست دارن اونجوری عمل میکنه، میگی نظرت راجع به این آقا چیه، مینسه یه شهر زیرزمینی در ترکیه پیدا شد. برای چی؟ برای که حاضر نیستیم $10 بدیم قشنگ مثل یک انسان شریف اینو برامون پخش کنن، چاپ کنن و الی آخر. چیکار میکنیم؟ این پسر من یه شلنگ آب خریده بود، گذاشته بود اونجا. خانمم بهش گفت که اینو گذاشتی اونجا میان میبرن. گفت نه، اینجا نیبرهود خوبیه، یعنی همسایگی ما آدم خوبیه. جالبیه که بعد زنگ زده بوده یه لوله کش بیاد مثلا یه چیزی تعمیر. امروز که لوله کش اومده کار انجام داده و اینها، فردا شلنگ گم شد. و این دیگه خونه ها میدونید همشون دوربین دارن، 3 تا 4 تا 8 تا. شما دوربین نداشته باشی، همسایه روبرو دوربین داره. رفته بود این فیلم ها رو نگاه کرده بود، دیده بود همون لوله کشه اومده این شلنگ مثلا گرون قیمت، مثلا شلنگ $10 نبوده، $50 بوده، ورداشته برده. به جایی که به پلیس زنگ بزنه، اون قسمت ویدیو رو براش فرستاده، نوشته فردا یا این شلنگ بر میگرده توی حیات من، یا مثلا زور به پلیس زنگ میزنه. گفت فردا صبح دیدم شلنگ رو برگردونده. خانم کتی وینتر، شما بیا مهمون من باش مثل آقای شاهین پر و صحبت کن. این کاری که شما میکنید این کار غلطیه. اون وقت شما قولت میدم اگه یه جایی نشسته باشی ادعا میکنی از همه پیشرفته تری، از همه باسواد تری، از همه دموکرات تری و الی آخر. اینجاست که آقای بهرامی سربی به این نتیجه رسید که کارمون خیلی خرابه. یعنی منم جز بتونم، نگفتم کارتون خیلی خرابه، مثل تلویزیون های طرفدار پادشاهی نمیگم احمقا برید بزنید لیاقت شاه رو نداشتید، من جزء شما هستم. من میگم کارمون خیلی خرابه. امروز شما چقدر قشنگ میگید که به ما یاد بدید که چه کار کنیم. شما برگرد پیام گذاشتن 3 سال پیش خودت رو نگاه کن، میبینی از بس سربی غور زده که آقا خانم وقتی زنگ میزنید سلام پیشکشتون، بگید من کی هستم، در چه موردی میخوام صحبت کنم و الی آخر. پریشب یه جای مهمون بودم، این دوستمون وقتی برداشت عکس بگیره دوربین یا همون تلفن رو تا اینجوری گرفت، بذارید بهتون بگم این تلفن‌های دستی دیگه الان اندازش هم قدیه، به جایی که اینجوری بگیره تا اینجوری گرفت، برگشت من گفت که سربی برنامه‌هات رو نگاه می‌کنم، همین برای من بس.
که یک نفر دوربین رو به جایی که اینجوری بگیری، تلفن رو به جایی که اینجوری بگیری با دوربینش فیلم برداری کنه، الان فهمیده که بابا سوربی درست میگه، چشم ما اینجوریه، چشم ما که اینجوری نیست، صفحه تلویزیون و کامپیوتر اینجوریه، مستطیلیه که طولش بالاز، عرضش اینجوریه، از اینوری نیست، پس باید اینم اینجوری گرفته باشه. اگر صفحه کامپیوترتون مثل اینایی که تو شرکت‌های سهامی نمیدونم بورس و مارکت و اینا کار میکنن از این وریه، خب بعد عکس‌ها رو از این وری بگیرید. ولی اگه عکس میگیرید، این عکس رو وقتی میاری میذاری تو کامپیوترت، میذاری تو تلویزیونت، دو طرفش سیاهه، بیچاره عکسی بگیر که دو طرفش هم روشن و معلوم باشه و الی آخر. دوستان عزیز، ساعت 3:58 دقیقه است. در رابطه با بی سوادی ترامپ رئیس جمهور آمریکا که به ویرجین آیلند دیا که جزء آمریکا هستن، گفت که من امروز با پرزیدنت ویرجین آیلند صحبت کردم، بعد پیامی هم که داد در رابطه با دی سرتیفاید. خیلی خوشحال نشین، این تنها کاری که کرد برای اینکه به بیس طرفداران کم سواد اینن نشون بده که من این کار رو انجام میدم. دو تا کار تو هفته گذشته انجام داده، یکیش ماجرای ایرانه که حقیقتا اینو داده دست مجلس، تا حالا مجلس 60 روز بیاد بگه که بابا این از برجام رفتن بیرون، یعنی اعتبار خودتون رو از بین میبرید. امروز این آقای تریتا پارسی وقتی صحبت میکرد گفت من مطمئنم که الان در ایران آیت الله هایی هستن که خوشحالن و تازه میزنن تو چشم اونایی که دیدید به شما گفتیم به آمریکا نمیشه اطمینان کرد، دیدیم به شما گفتید آمریکا فریبکار دروغگوه، بفرمایید. و کره شمالی هم اگه کسی گفت آقا دست بردار از این اطفارا، بیا با اینا قرارداد بنویس، میگه کدوم قرارداد؟ اینا به هیچ قراردادی متعهد نیستن. و تازه فقط آمریکا و ایران که نبودن، آمریکا و ایران و 5-6 تا کشور دیگه و اصلا یونایتد یوروپ، اونا بودن. چجوری اونا رو میخواین عوض کنین؟ و اینه که ترامپ فقط مشکلات رو زیادتر کرده و چون خودش آدم پدرسوخته شالاتان کلاشی هست، مثلا در رابطه با پورتوریکو، الان پورتوریکایی‌ها هنوز آب خوردن ندارن. امروز صبح نشون میداد به طرف که آقا این آب مسمومه، میخوای اینو بخوری؟ گفت دیگه دارم میمیرم. چرا به اینا نمیرسه؟ این آقا گویا اونجا یک گلف کلابی را انداخته بوده طبق معمول ورشکستگی و اینها، ولی $600,000 چک خودش رو نقد کرده رفته، حالا میگه که ما که نمیتونیم برای مادام العمر اونجا باشیم. این آدم یه آدم پلیدیه، ولی من و شما چقدر باید نادان باشیم، احمق باشیم، ساده لو باشیم که به یک آدم پلید به اصطلاح باور داشته باشیم، دست نیاز به طرفش دراز کنیم که این به ما کمک کنه. یا ساده لوحیه یا نادانیه، خودتون قضاوت کنید. دوستان عزیز، اجازه بدید من همینجا برنامه رو به پایان برسونم. با شما خواهیم بود چهارشنبه و بله، میخواستم این خانم کتی چیچی رو نشون بدم که گفته هاروارد درس خونده، گویا یادم رفت. نگاه کنید دوستان، اینایی که برای شما هی می نویسن هاروارد درس خوندن، نمیدونم، ببینید اینترو یا اینتردیوسینگ یا معرفی، اینجا نوشته استادید ات هاروارد یونیورسیتی. خب هاروارد یونیورسیتی یکی از بهترین دانشگاه های آمریکاست، ولی یادتون باشه همین یل، هاروارد، اینا بیشتر این سیاستمدارایی که الان دزدی میکنن روز روشن. امروز آقای سلامی برای من نشون داد آقا بیا نگاه کن، متمم قانون 28 میگه که این بچه های نماینده های مجلس، بچه های سناتورا وقتی میرن دانشگاه وام میگیرن، این وام رو لازم نیست پرداخت کنه. یکی به من و شما بگه مگه این پدرسوخته ها پول ندارن؟ چرا وام میگیرن؟ چرا وام میگیرن که این پول رو ندن؟ وقتی اونا پول رو بگیرن ندن، پول رو کی داده؟ من و شما دادن. امروز ما تکس با 6 ماه تأخیر که قانونی هست فرستادیم، میبینم که از
هر جایی که شما بگین تکس میگیرن، مالیات میگیرن. خیلی جالبه، شما اول سال یا آخر سال اعلام میکنید که من اینقدر درآوردم، حالا یا 30,000 دلار یا 100,000 دلار، اینقدر مالیات برای فدرال، دولت فدرال، اینقدر مالیات برای دولت ویرجینیا، اینقدر مالیات برای محله فیرفاکس کانتی. شما اینو داشته باش، حالا این پوله اینقدر درآوردی، اینقدر شد دادی مالیات، اینقدر برات مونده. هر یه جایی که شما میخوای یه چی بخری دوباره یه تیکش رو میکنن میگن این مالیاته. آقا این پوله که من مالیاتش رو دادم، مالیاتش اینا بوده دادم، که دیگه چرا از این مالیات میگیری؟ حالا شما بشین آقای دکتر رضا سلامی، اون دوستمون، اینها امیدوارن که با گفتن و پخش کردن این چیزا اینها بیان و به اصطلاح قانون رو عوض کنن. اگه بخوان قانون عوض کنن، اولین کاری که میکنن باید قانون انتخاباتشون عوض کنن، چون این قانون انتخابات مال موقعی بوده که مردم مثل ارباب و رعیت هست، که حتی ازدواج که میخواستن بکنن اربابه برای بچه رعیت دختر معین میکرد و اینها. اینا برای اون موقع چون مردم سواد نداشتن، آگاهی نداشتن، دسترسی به انتخابات نداشتن، اون دلیگیت ها یا نماینده هاشون میرفتن اینجوری به صورت الکترال رای میدادن. الان به این بنبست نمیخوردیم که 3,000,000 رای هیلری با همه این که ما ازش متنفریم بیشتر آورد، ولی اون انتخاب نشد. یک شیاد، یک شالاتان، یک دروغگو. خبر خوب این که یه آقایی هست به نام لری فلینت. این لری فلینت، درست میگم، کسیه که یه نفر مخالفش تیر زد فلج شده اینها، ولی فعال سیاسیه و 10,000,000 دلار جایزه گذاشته برای کسی که بیاد یک چیزی رو بگه، یک رازی، یک سری رو افشا کنه که منجر بشه به ایمپیچ شدن. فکر کنم ایمپیچ شدن به ایرانی باید بگیم مثلا چی میگن، استیزا، و بعد هم اخراج از اون چیزی، ماجرایی که سر نیکسون اومد، ماجرایی که سر کلینتون اومد، ولی کلینتون جون سالم به در برد. در صورت 10,000,000 دلار گذاشته و دیروز گفت یکی از شرکای ترامپ گویا آمده جلو و گفته که من یک چیزایی رو بهتون میگم که اینها کریمینال جرم هست و ببینیم چی میشه. در اصل فعلا 9 ماه این آقا رئیس جمهور بوده، و توی 9 ماه از خودتون سوال کنید، از مکزیک که همسایه پایینی ما هست، از کالیفرنیا که همسایه بالاییمون هست، از استرالیا، از انگلستان، از لندن، این آقا یک تپه چیچی نیذاشته. دیگه حتما اینو میدونید، میگه فلانی یک ده آباد نیذاشته یا یک تپه نریده نیذاشته. حالا شما امیدتون رو بستید به این که این بره ایرانو براتون درست کنه. ای داد بیداد، زهی امید باطل. روز روزگار بر شما خوش. برنامه تلویزیون مردم رو پی میگیری. مرسی.